بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشید. متاسفانه هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم یا آخر شب خبرهایی میشنویم که روز آینده رو خراب میکنه. دیشب ساعت 10:30 یا 1:30 به وقت ویرجینیا بود که این خبر کشتاری که توسط یک آمریکایی سفید پوست 60 و چند ساله انجام شد در لاس وگاس، به اصطلاح همه خبرهای دیگر رو تحت تأثیر خودش قرار داد و تحت شعاع. و باز همان پرسش چه باید کرد که هیچ کم پاسخی برایش تا امروز پیدا نکرد. ولی باید بگم که اقلن جای شکرش باقیه که امروز ترامپ مثل آدمیزاد ساعت 10:30 صبح، یعنی 12 ساعت بعد از اون ماجرا، آمد و 4 تا جمله مثل آدم گفت به اونهایی که به اصطلاح کشته شدن، به خانواده هاشون تسلیت گفت، به اونهایی که مجروح شدن براشون شفای عاجل آرزو کرد و باز از با هم بودن و اینها صحبت کرد. حالا ببینیم که بعدش توییت یا صحبتایی که میکنه، امیدواریم گند نزنه. این هم از این ماجرا. و تا آخرین خبری که من دیدم، چون من این CBSN رو داشتم نگاه میکردم که الانم به شما نشون میدم، شریف یا پلیس، این ماجرای شریف و پلیس و اینها هم اینجا مثل اون ژاندار و پلیس و اینها بود. تو ایران ما نمیدونستیم پلیس چیه، آجان چیه، ژاندار چیه. اینجا هم یه مقداری اینها شهر به شهر فرق میکنه. در صورت الان داره شریف صحبت میکنه، اون لاس وگاس صحرای برهوتی که چند تا هنرپیشه و اینها رفتن این کازینوها رو زدن و الان یکی از منابع درآمد برای آمریکایی‌ها شده. اینم آقای ترامپ گفت که speaking of witch، یا بله میگن حرف جادوگر و شیطون و اینها رو، speaking of devil، حرف شیطون رو زدی، اینم ظاهر شد. البته این مال قبل ساعت 10:30 صبح امروز، ولی ما هر کسی کاری بد انجام میده میگیم بد، کاری خوب انجام میده میگیم خوب. امیدواریم دوستان هم ناراحت نشه. و اما در رابطه با صفحه فیسبوک خودمون، اجازه بدید که این صفحه رو با صفحه مردم تیوی هم شیر کنیم و شما هم اگر لطف کنید با دوستانتون شیر کنید، ممنون و متشکر خواهم شد. و اما سربی با مردم، من همین اول برنامه چون دیدم این دوستمون آقای رایان از فرانسه گویا مشکلی پیدا کرده بود و من اون روزم گفتم شما از یه طرف نوشتید که سربی نمیذاره ما بنویسیم، ولی از یه طرف سربی میگه بنویسید. نه عزیز من، روی یوتیوب اگه نگاه کنی اون رادیو تلویزیون های بزرگم خسته شدن از اینکه هر کسی میاد یه چیزی مزخرفی مینویسه و بعد اینها یا باید جواب بدن یا اگر جواب ندن اون چیز مزخرف روی صفحهشون میمونه. من چون روی فیسبوک بیشتر کار میکنم، روی فیسبوک نظرات شما رو به اصطلاح جویا میشم و اگر خواستید روی فیسبوک میتونید بنویسید تو قسمت کامنت یا نظرها. اجازه بدید این عکس ما یک کمی پریده بالا بیارمش پایین. بله، با ایمیل میتونید برای خود من پیام بفرستید. با پیامگیر فیسبوک هم میتونید پیام صوتی بذارید، هم پیام نوشتاری بذارید. با تلفن 202، اجازه بدید براتون اینجا بنویسم الان، 202-695-2573 هم میتونید پیام بذارید، هم میتونید از اگه مثل من کمرو و خجالتی هستید تکست ارسال کنید. آقای رایان، دیگه من نمیدونم چه باید کرد که شمایی که من رو روی فیسبوک میشناسی، آشنا شدی، اونجا مینویسی، نیایی همچین چیزی رو بنویسی. البته آقای رایان، خیلی خوشحالم که ایشونم جزو حزب ماست، همون کارمون خیلی خرابه و با وجودی که به نظر میرسه جوانی هست که چند تا زبان رو خوب میدونه، ولی اینم شیشه خورده تو وجودش هست. مثلا من یکی دو تا سوال کردم، میگم این آقایی که شما میگی
کیه نوشته این آقا از سعدی و فلان بزرگتره کوچکتره با اصلا اینجا معیار این که شما بگید چه کسی از چه کسی دیگه بزرگتره معروفتره پولدارتره چیه چیه واقعا مثلا معیار پول داشتن میبینید یه نفر تو آفریقا پولداره ولی اون آدم توی اینجا فقیرم حساب نمیشه. در صورت این اجازه بدید من خاموش کنم این حالا دیگه تا دو سه روز درباره این صحبت میکنن تا یه اتفاق جدیدی بیفته، امیدوارم که اتفاق خوبی باشه. قرار هست که فردا آقای ترامپ بعد از 7-8 روز بالاخره بره پورتوریکو بعد از جر و دعوا و فحاشیایی که به شهردار اونجا کرده. این مرد اصلا تحمل یک دونه انتقاد درست رو هم نداره و چهارشنبه هم میره لاس وگاس. دیدم و شنیدم که توی خبرها میگفت این اسلحه‌ای که این استفاده کرده اتوماتیک بوده و فراهم کردن اسلحه اتوماتیک خیلی مشکله. گفتم اینا دیگه کیه؟ شما اینجا روی یوتیوب اسلحه اون چیه AR-15 یا اینا رو که سمی آتو هست یعنی تقریبا اتوماتیکه نیمه اتوماتیکه، اینا رو با یه دونه از این چی بهش میگیم پیپر کلیپ اینجا میگیم، با یه دونه از این پیپر کلیپ ها پشتش رو باز میکنن و تبدیلش میکنن به اتوماتیک که هر وقت یه زامن رو میکشی تریگر چی میگفتیم اونجا اینو که میکشی به جایی که بیاد قفل بشه دوباره شما اینو ول کنی اون میزنه آزادش میکنه تق 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 20 تا 30 تا 40 تا رو میزنه و بعضی وقتا انقدر گرم میشه که تو صورت طرف منفجر میشه. ولی این آقا خب چون 60 خورده سالش بوده بیشتر فکر کرده، چون آمریکایی بوده قشنگ رفته ببینه کجا فستیوال موزیک که هر سال میان جمع میشن، از روز چهارشنبه هفته گذشته رفته اونجا یا دو تا اتاق یا یه اتاق گرفته که اتاقش و دستشوییش دو تا پنجره داره به بیرون. پنجرهای لاس وگاس معمولا باز نمیشه ولی این آقا دیگه اون موقع بعد پلتفرم درست کرده بوده، یه سری اسلحه اینجا یه سری اسلحه اونجا که اول فکر میکردن دو نفر دارن شلیک میکنن، میزده اینجا میرفته اونجا میزده. تو فیلمای وسترن یادتونه طرف یه چند تا اسلحه گذاشته بود با به اصطلاح صداهای مختلف میده، اسلحه‌های مختلف میدوید خودش از اینجا شوت میکرد از اونجا شوت میکرد شلیک میکرد. بعد اونایی که پایین بودن فکر میکردن که مثلا 7 نفر بهشون حمله کرده در صورتی که فقط یه نفر بود. در صورت این تا خواستن بفهمن و بیان بالا و اینها طبقه 32 بوده احیانا، بله چون 38 پشتبون بوده روی حتی بیرون هم دوربین گذاشته بوده که دیگه وقتی میان پشت در گویا خودش رو میکشه. بازم صد رحمت به شرف نداشتهش، خودش رو کش دیگه اقلا خرج رو دست ملت نمیذاره، چون اینایی که حالا میان بعد نمیدونید محاکمه و فلان اینها چقدر مخارج و اینها، بعد تازه اگر تو اون ایالت اینا حکم اعدام داشته باشن و طرف محکوم به اعدام بشه 17 سال تا 20 سال بعضی وقتا بیشتر طول میکشه، هی دادگاه فرجام اون این. در صورت من خیلی از اینایی که این کارا رو میکنن خودشونو میکشن ممنونم، نه به خاطر کارایی که میکنن، به خاطر اینکه خودشونو میکشن. اینم از این ماجرا، هرچی بود تموم شد و حالا ببینیم که بعدن چه خواهند گفت. و ما امروز دوشنبه دوم ماه اکتبر سال 2017 است، امیدوارم تاریخ ها درست باشه، تا اینجایی که میبینم دوشنبه دهم مهر و دوشنبه دوم اکتبر. ممنونم از علی آقا که مثل همیشه صبح زود دوشنبه یا آخر شب یک شنبه این تاریخ ها رو میفرسه و به ایشونم به قول معروف تبریک میگم به این پشتکارش. و اما پیام دوستمون از خلیج فارس، عقل بشر قسمت 22 رو ساعت 3 بعد از ظهر یعنی 51 دقیقه دیگه براتون پخش میکنم. ایشون هم از شما خواسته اگر نظری دارید پیغام بذارید، تکست بفرستید به همین شماره که الان دارید میبینید و روی فیسبوک هم میتونید بنویسید. روی یوتیوب تنها کاری که شما میتونید بکنید اینه که اون فیلم رو نگاه کنید و
بیاین توی فیسبوک نظر بدین، اون کسی که دیگه دسترسی به یوتیوب داره براش فیسبوک و نمیدونم اینا آسونه. اگر فیسبوک ندارید با ایمیل USA نقطه، قاطی نکنین USA رو با سوربی، USA نقطه سوربی SORBI @gmail که تا حالا بهترین ایمیل سیستم هست .com، یا با شماره تلفن. دیگه این راههایی هست که من به مغزم رسیده، ولی هنوز اون آقای رایان جواب این که منظورش کی بوده که این آقا از سعدی و حافظ بالاتره، من متوجه نمیشم. و اما درباره زبان انگلیسی، اونجایی که من نوشتم هوم، ایشون نوشته که شما 30 سال تو آمریکا هستی، این باید هو باشه. قربونت برم، شما که جوونی به جای enable یا disable یا deactivated نوشتی disactivated، یه چیزی اینجوری نوشته بودی، اب نداره. آقای دکتر هولاکویی حرف خیلی قشنگی میزنه، یه نفر بهش زنگ میزنه میگه که آقا من 25-6 سالمه، گویا 2 سال آمدم آمریکا، و اونم مثل ما انتظار بیشتری داشته که انگلیسی یاد بگیره، ولی میگه که انگلیسیم خوب نیست. آقای دکتر هولاکویی بهش پیشنهاد میکنه که شما همینجوری که این دماغت اینه، قیافت اینه، انگلیسیت هم اینه، باید باهاش بسازی، ولی اگه میخوای انگلیسیت خوب بشه باید بری یه دوست دختر آمریکایی بگیری. میگه من نمیخوام ازدواج کنم. میگه آقا کی به تو زن میده که حرف ازدواج زد؟ خیلی قشنگ صحبت میکنه. بعد میگه که خلاصه بحث و گفتگوی قشنگی داره، اونو فرستادم برای رایان. رایان عزیز، شما به عنوان یه ایرانی میتونی هفته 10 دقیقه بیای به ایرانیا بگی بابا جون تانکس گاد غلط، باید بگین تانک گاد. یا مثلا این چیزای کوچولویی که تا ما حرف میزنیم، اولا شما 100 سالم اینجا باشی باز اینا میفهمن خارجی هستی. این دوستانی که میگه خود این میگه من از زبان فرانسوی از فرانسوی ها بهتره، بله، برای که من و شما ممکنه کتابی بنویسیم فرانسویه همینجوری مردمی صحبت میکنه، اون وقت شما فکر میکنی چون اون یک گرامر رو انجام نداده زبان تو از اون بهتره. نه، به خاطر همین که درست صحبت میکنی، درست مینویسی، توی بازار فرانسه تا رفتی بشینی یه لیوان شراب بنوشی همونجا میفهمن که شما ایرانی هستی، حالا هر قدم قیافت مثل فرانسوی ها باشه. علی ترابی سلام به شما. و من تصمیم گرفتم حقیقتش دیگه از دوستان نظرخواهی نکنم، برای که ما راجع به اون کسی که یه نفره بلند شده و رفته و یه بار میگی میخوام ایران رو آزاد کنم، یه بار میگی میخوام جمهوری اسلامی حکومتش رو سرنگون کنم، یه بار میگه تکمیل فهم عوض شده و این تصمیمم عوض شده و اینا، یه آقای روانشناسی زنگ زد از ایران و گفت سوربی من دکتر روانشناسم و این چیزی که این آقا دوچارش هست بهش میگن بحران میانسالی در مردان، در زنان هم وجود داره، همین که یه دفعه تمام زنای ایرانی تا میشه 40 سالشون موهاشون بلاند میشه، ابروهاشون مثل کره مریخ اینجوری میشه خال میکوبن، اینم بحران اوناست. ولی ما مردا بحرانامون هم یک کمی ببخشید حالا اگه بگم خرکی تره، این دوستمون از خلیج فارس میگه تو باز به این خرها توهین کردی. نه، توهین نمیکنه. ما اینو نوشتیم که نظر شما درباره این بحران میانسالی چیه. خودم هم تو برنامه چیز کردم که آقا منم وقتی مثلا شد 40 سال 45 سال، آدم فکر میکنه قدرت توانایی بیشتری داشته، میتونسته بیشتر خدمت کنه، میتونسته یه کارهای بیشتری انجام بده و اینها. بعضیا خودشونو کنترل میکنن. بنده رفتم چند تا موتورسیکلت خریدم، یه روز با این موتورسیکلت میرفتم، یه روز با اون موتورسیکلت میرفتم، خودم مشغول میکنم. بعضیا زنشونو ول میکنن میرن چند تا زن میگیرن، بعضیا نمیدونم میرن ماشین کورسی میخرن و همه این ماشینای کورسی رو نگاه کنید، وقتی میرسی بغلشون اصلا میفهمی که این طرف جوونی عقده ماشین کورسی داشته ولی پولش رو نداشته، حالا که پیر شده رفته ماشین کورسی خریده، ولی میشینه داخلش وقتی میخواد بیاد بیرون فوش به خدا میده که زانوش درد میکنه میخواد بیاد بیرون. درسته، اینم از این. ولی جالب اینه میبینم مثلا آقای کاووسی ما هر چیزی بنویسیم ایشون فقط به زنها حمله میکنه، بعد دیگران به ایشون حمله میکنه. میگم آقا خانم شما بیا نظرتو بگو. البته من
تا چند مدت پیش به دوستان میگفتم که شما برنامه های آمریکایی رو نگاه کنید، اینایی که تماس میگیرن با وجودی که کلی پشت خط وای میسن. خود من اون وقتا این واشنگتن ژورنال رو نگاه میکردم صبح، بعض وقتا هم زنگ میزدم اسمتو میپرسه، شمارتو میپرسه و اینها. بعد میگه حدودا مثلا 15 دقیقه، یه دم مینی 28 دقیقه، نیم ساعت پشت خط وای میسی. ولی یاد گرفته بودم از آمریکایی‌ها وقتی زنگ میزنی اولین چیزی که میگفتن thank you for taking my call، یعنی ممنونم که تلفن من رو به اصطلاح قبول کردیم، دارین با هم صحبت میکنیم. بعد میگی که مثلا من دموکراتم، میگی که من جمهوری خواهم، یا میگی من مستقلم، عضو هیچ حزبی نیستم. بعد نظرت رو درباره اون میدی. مثلا دیروز داشتم راه میرفتم، گوشی تو گوشم بود، گوشون دادم، این سی‌اسپن همون برنامه صبح واشنگتن ژورنال ایناش راجع به اون آقای پرایس بود، وزیر Health and Human، وزیر بهداری و اینها، که یه دفعه یک مبلغ بالای 500 هزار دلار پول هواپیماهاش شد. کسی که مخصوصا در همین رابطه چندین بار در زمان اوباما صحبت کرده بود و ایراد گرفته بود اینها. خلاصه کارش به جای رسید که از بس مردم اعتراض کردن و این یکی از محاسن آمریکاست، استعفا داد. حتی از ترامپ پرسیدن که این رو بیرون میکنی، اخراجش میکنی، گفت we will see. وقتی میگه we will see یعنی بهتر طرف استعفاشو بیاره، یعنی من فکر اخراجش هستم. در اصل چه اخراج چه استعفا، این آقا رفت کنار. حالا دیروز از این گویان، از این مردمی که چیز بود میپرسید که اولا زنگ که میزنی دموکرات ها این خط زنگ بزنن، ریپابلیکن ها این خط زنگ بزنن، ایندیپندنت ها این خط زنگ بزنن و نظرشون بگن. من مثلا 38 دقیقه که راه رفتم، بعد دیدم یه خانمی زنگ زد، گفت که من میخوام راجع به اون کسی که اول زنگ زد صحبت کنم. زدم تو پیشونی خودم، گفتم ای داد بیداد، ما از این آمریکایی‌ها یاد نگرفتیم، اینا از تلویزیون‌های ایرانی یاد گرفتن. من وقتی تلفن‌ها رو باز می‌کردم طرف میومد میگه آقا سوربی من میخوام جواب به اون بدم. میگم آقا یعنی شما فکر می‌کنی من مثل رضا پهلوی علیلم، احتیاج دارم شما جواب بدید مثل طرفداراش؟ من خودم جوابشو میدم، شما نظرت بگو چیه، چرا میخواید فوش به اون بدی، چرا اون میخواد فوش به تو بده. و آقای کاووسی شما این همه با این خانم ها به اصطلاح سرشاخ میشی، میدونم خیلی از این خانم ها هم دوستت دارن، برات مینویسن، اونا هم خودشون یه جوری با خانم های دیگه سرشاخ هستن، ولی نتیجهش چه خواهد شد؟ الان چندین سال هست، شما یکی از افتخارات اینه که وقتی میرسی به من میگی نگاه کن سوربی 60 تا زن دارن به این فوش میدن. خب آقا شما طرف حرف خوبی زد، آقا وقتی میخوای یه دوست پیدا کنی سالها باید باش هم خوراک بشی، هم سفر بشی، ببینیم وقتی خوراک میکنه خوراک میخوره ملش ملش نمیکنه، ببینیم وقتی نوشابه میخوره نمیدونم تو خوراک دیگرون نمیریزه نوشابه فلان، نه بعد باش دوست میشی. ولی دشمن که میخوای بشی که دیگه سخت نیست که بیا بیرون فوش بده، بگو فلان فلان همه تو. همه اونایی که اونجا هستن چه شما رو بشناسن چه نشناسن دشمنت میشن. خب شما یه پست می‌نویسی، حالا بهتون نشون میدم مثلا این پستی رو که آقای کاووسی راجع به اون برنامه این آقایی که ول کرده زن و بچه و نوه از سوئد ول کرده داره میره ایران که ایران آزاد کنه، بعدم میگه نه من نمیخوام ایران آزاد کنم، میخوام امید تو دل جوونا بذارم، مثل که ایشون اسمش امیده داره میره اونجا. نمیدونم والا، یه دوستی ما داریم امید امیدوار، حالا این یکی که امید ناامیده. کاگو جون سلام میامی، خیلی ممنون، سلام رو ماهت. و بیام اینجا اینو به شما نشون بدم. ضمناً دوستان آخرین عکس از کمپوزیسیون ایران رو یکی از دوستان برای من فرستاده، حالا من هم به شما نشون میدم. من امروز صبح از موقعی که از صبح ساعت 3:30-4 من این ماجرای لاس وگاس رو فهمیدم و همینجور مستقیم نگاه میکردم CNN، فاکس نیوز، همینجور میچرخونیم تا ببینیم هر کدومش نظرش چیه. بعد اینجا هم گذاشتم چند تا از این لینک ها، اگه میخوان که مثلا با برادرش صحبت میکنه، طرف میگه آقا اصلا برادر من نه مذهبیه نه جزء حزب و سیاستی هست، ولی همینو داشته باشید، داعش زرتی از اون ور دنیا گفت که این مال ما هست و تازگی ها مسلمون شده.
داعش من یاد مجاهدین میندازه. مجاهدین هر جا یک خبری میشد اینا میگفتن مثلا هواداران ما این کارو کردن. بعضی وقتا هم براشون دردسر شده و این چیزایی رو که گردن گرفتن الان براشون مسئولیت درست. و اما این آخرین عکس از کمپوزیسیون ایران و نوشته خوشحالم که هنوز سربالا هستن. منظورشون سربلنده یا سرشون بالاست، با سر نرفتن توی این کانال یا چیز. حالا این بیچاره خب تقصیر اینم نیست، اون کسی که اومده این سر این چیزای مال آب و اینا اینجوریه که سرش رو هم دارن کنتور رو نگاه میکنن یا میرن داخلش. اینجا بهش میگن من هول و یعنی سوراخی که مردان میرن داخلش و کارای تعمیرات انجام میدن، نه سوراخ مردان. در صورت اینم از این میان پایین تر اینجا نوشتیم داستان تلویزیون های ایرانی، تماشا کنید نظر بدید. دیگه نمیخوام نظر بدید، بسمونه. خیلی ایرانی ها خوب نظر میدن، بسمونه. ولی اینجا رو شما نگاه کنید، این بحران میان سالی. حالا آقای چمنارا جالبه که دنبال این هست که شما ها نظر بدید. میگم آقا نظر میاد مکافات میاد، ولشون کن. بعد یه عده حالا بعد صحبت میکنم راجع به آقای چمنارا. اینجا من اون چیزی رو که اون آقای دکتر به من گفت و لینکی که فرستاد گذاشتم اینجا که دلایل ایجاد بحران میان سالی در مردان: روی آوردن به کارهای غیر اخلاقی، ترک خانواده خود، احساس شروع زندگی مناسب دیگر، نگرانی در مورد ظاهر خود، احساس تمایل بیشتر برای هیجان. اینو گذاشتیم اینجا. خب این بالاش هم نوشتیم این مصاحبه را تماشا کنید نظر شما چیست. و مصاحبه از اونجای شروع میشه که من با این آقایی که خودش رو سر به بیابان کرده و اینها صحبت میکنم. حالا ببینید یکی یکی نوشته ها رو. آقای سعید کاوسی نوشته وجود دارد اما بحران نیست. آقا چی وجود دارد؟ چی وجود دارد؟ چون منطق مرد با تغییرات مضر مبارزه می کند، در زن به صورت بحران است به خاطر ضعف منطق و شعور پایین. سعید جان خود خدا وکیلی این جمله رو بخون دو بار سه بار بخون، بعد ببین من باید چی برداشت کنم. ببین آیا شما نشدی مثل ملا نصرالدین که خودش که می نوشت خودش هم باید می رفت می خوند. البته اون بدخط بود، ولی شما از لحاظ جو این دستور زبان فارسی و اینها ببینید فاعل مفعول تو قسمت اولی والا ما نه فاعلی میبینیم نه فعل برنوشتی نه مفعولی میبینیم وجود دارد. بعد اما بحران نیست در اصل غلط عزیزم. حالا بیاین پایین تر. این خانم یا آقایی به نام تنها غریب یا غریب تنها، نمیدونم، تنها غریب نوشته شما مطمئن هستید سعید جان که بانوان درک کمتر از مردان دارند؟ علامت سوال باید بذارید دوست هست. با پوزش از بانوان گرامی کم شعور هستن. این گفتار شما سندیت ندارد و پاسخ آقای سربی نیست. قبل از نوشتن مطلب کمی به این فکر کنید. خیلی جالبه ها، این دوستمون به اون یکی میگه کمی فکر کنید، ولی خودش نه پاسخ داده نه نظر داده و در حقیقت این بازار آشفته نظر دادن رو آشفته تر. حالا بیام اینجا من نوشتم جالب اینجاست که دوستان به یکدیگر حمله میکنن به جای اینکه درباره بحران میانسالی صحبت کنند و نظر بدهند. به جای اینکه درباره بحران میانسالی صحبت کنند و نظر بدهند. بعدم نوشتم کارمون خیلی خرابه. سعید جان اینجوری فارسی می‌نویسم: کوتاه، مفید، مختصر. حالا آقای کاووسی به بنده پاسخ داد. آقای سربی، حالا میدونم پتیک میگه آقا همش رفتی تو فیسبوک. نه عزیز من، فکر کن این ایمیله. رفتم تو جامعه، دارم میگم جامعه‌ای که از آمریکا میخواد ایران درست کنه، ایرانی و فارسی خودش خراب شده خبر نداره. یعنی اومدیم اینجا داریم راه میریم، به خودمون میگیم چقدر زیبا راه میریم. همین دوست اون آقای رایان میگه که من از چیزا بهتر صحبت میکنم از فرانسویا. عربا شکمت. بله. بعد فکر میکنیم ما راه رفتن کلاغ، والا میگن کلاغ راه رفتنش زشته. کلاغ پرنده بسیار باهوشیه، به همین خاطر هم سنش طولانیه. شما نگاه کنید هر پرنده ای رو که میبینید این ورانور تو جاده میبینید که ماشین زده بهش، ولی کلاغ رو نمیبینید. بعد یه چیز دیگه هم هست، اون
ریبونو یا چیه؟ اونم مثل کلاغ کوچولوه، اونم خیلی باهوشه. در صورت حالا ببینیم نوشته های سوربی درست شدنی نیست. دوباره زنها در امنی، آقا موضوع برنامه من که زنها نیستن، موضوع برنامه من بحران در میان سالیه. چرا شما راجع به میان سالی خودت تعریف نمی کنی؟ چرا نمیگی مثلا من رفتم بیشتر تو کار موزیک، یا یه مقداری از موزیک کناره کشیدم تا مردم ببینن آقا سوربی میره موتور سواری، کاووسی میره موزیک، یکی دیگه میره نمیدونم شروع میکنه. دیدی بعضیا شروع میکنن خونهشون خودشون، میگه آقا چی کار داره این مردی میاد تو تلویزیون نشون میده، منم شروع میکنم آشپزخونهمو درست میکنم. بعد یک چیز مزخرفی سه برابرم خرج کرده، بعض وقتا سر این تعمیر آشپزخونه میبینید از زنشون هم جدا میشن، در صورت که میتونسته تو یه هفته به یه نفر مثل آقای علی سیلاوی زنگ بزنه بیاد براش آشپزخونهشو ریمادل کنه. آقای سوربی درست شدنی نیست. زنها در امنیت اینترنت شخصیت واقعی خود را نشان میدن؟ مطمئنی که در امنیت اینترنت شخصیت واقعی خودشان را نشان میدهن؟ اوکی. که اکثرا گستاخ، بی‌تربیت، عصبانی، خشن و بدون احترام به مرد و خودخواه و تنها سرمایه و اسلحه خود تو پرانتز سکس را به حد بالاترین علیه مرد استفاده میکنن. و چون عادت به سوء استفاده از احساسات و احترام مرد به خود را دارن، وقتی با آنها مخالفت یا چیزی میگویید که دوست ندارن شروع به توهین و حمله میکنن. لوس شدن هر چیز دلیل دارد. زن در تاریخ، دوستان نگاه کنید، این آقای سعید کاووسی مجری برنامه تلویزیونی بوده، هنوزم هر جای میریم به اصطلاح بحث که شروع میشه یک قسمت بحث، یعنی یک گوشه این گلیم بحث رو ایشون میگیره و کم هم نمیاره. ولی نگاه کنید، من بالا نوشتم آقا این دوست ما دکتر روانشناس زنگ زده گفته این دچار بحران میانسالیه. بعد میگم خود منم همچین چیزی 15 سال پیش دچارش شدم. خود سعید میدونه، یه مش موتورسیکلت خریدم و فلان اینها، بعدم گذاشتمشون کنار. حالا ببین دوست ما داره چی مینویسه. هر چیز دلیل دارد. زن در تاریخ تحت محدودیت مرد بوده و همت و هست. حتی در آزادترین جوامع بهش آزادی زیادی بده میشه مثل بچه‌ای که بهش قدرت بدی و ولش کنی. جنبه پایین و منطق ضعیف زن باید به این که با سکس میتواند هر چی دلش خواست به مرد بگوید را فراموش کند تا احترام مرد را به دست آورد. خب ما بعد براش نوشتیم اوکی آقا خیلی ممنون، ما توی برنامه زنده در این مورد صحبت می‌کنیم. دوستان بپرسم ازتون نظرتون چیه؟ یا دوباره یکتون میخواین بگین آقا یوتیوب که نمیشه نظر گذاشت، یکتون بگین آقا نظر من چیه یعنی چی؟ من میخوام راجع به بمب اتم صحبت کنم. نخواستیم آقا خانم نظر نخواستیم. درود بر شما. به نظر من تنها شخص که خیلی خوب و صادقانه روشن فکر میکنه امید دانا هست. بله امید دانا خیلی داناست. شما یادتون میاد این چند سال پیش طرفدار آقای رضا پهلوی بود؟ اون موقع من بهش گفتم جوون بیچاره تازه از ایران اومدی، اگه این چیزایی که میگی حقیقت داره برو دنبال کار و زندگی و دنبال رضا پهلوی نرو. اگه امید دانا حقیقت میگه و منطق میگه، شما برو ببین چه فوشایی به من داد. از خودش بپرس که حالا دیگه از خجالت به من حتی چی هم نمینویسه. ولی دیدم تازگی رفته سراغ آقای مسعود سعد، و آقای مسعود سعد چقدر نادان و ناآگاهانه افتاده تو دام این بابا. این که همین بلا رو سر بهرام مشیری هم آورد. والا من خیلی زرنگم وقت فکر میکنم یه نفری آمده بودن، دو نفر همزمان، یکیش روی فیسبوک یکیش روی اسکایپ، که آقا ما از بی بی سی، یک خانمی شده بود رئیس بی بی سی، به اسم او حساب واز کرده بودن، نه من از بی بی سی این هستم، میخواستم ببینم شما میای برای بی بی سی کار کنی؟ گفتم اینجا بی بی سی 10 تا جوان رو میتونه به قیمت که میخواد به من بده استخدام کنه و شما چه احتیاج به من داری؟ نه ما شما رو میخوان. گفتم اوکی. بعد بهش گفتم حالا ضبط صوتت رو روشن کن تو با هم صحبت کنیم، چون من هر چیزی میگم شما میتونی ضبط کنی. ببین دوستان، گفتم شما ضبط صوتت رو روشن کن تو با هم صحبت کنیم، هر چیزی من میگم شما میتونی ضبط کنی، صحبتای شما هم اینجا ضبط میشه. گفت حالا من برم صدام زدم تو استودیو میرم و میام. گفتم با اسکایپ بیا دفعه دیگه. همین خانومه که شده رئیس به قول خودت
حالا شما رئیس داری برو خانم رئیس رو بیار با خانم رئیس صحبت کنی. رفت که رفت، بعدش دیدم یکی یکی رفتن سراغ مجریای تلویزیونای مجریای ایرانی تلویزیونایی که تو آمریکا هستن و هی یکی یکی چه صحبتای اون کرده، اینم بدونی که بهش بگه و اجازه داشته باشه ضبط کرده اومده. این استانی که من زندگی میکنم اگر من بخوام با کسی صحبت کنم صداشو ضبط کنم باید بهش بگم. یه استانهایی هست توی آمریکا، ایالتهایی هست، فرمانداریهایی هست که لازم نیست و حق هر کسی هست که بتونه ضبط کنه. خود من امروز صبح با بانک آف آمریکا داشتم صحبت میکردم، گفتم شما یه بار به من گفتید 60 روز قبل از آخر سپتامبر، یه بار حالا میگی 90 روز، بعد تازه میگی 90 روز گذشته، 60 روز دیگه هم باید وایسه، این چه ماجراییه؟ شما اجازه بدید من ضبط رو روشن کنم. گفت نه ما حق نداریم، ما حق نداریم به شما اجازه بدیم ضبط رو روشن کنی. گفتم خب پس برای من بنویس که من این رو نوشتش رو داشته باشم و بیاد اینجوریه. بعدم بهشون گفتم، گفتم من زنگ میزنم به WTOP News Call for Action 7 on your side و شما دارین واقعا اینجا بهش میگن هایوی رابری. هایوی رابری دزدان سر گردنه، یادتونه میره اون بالا وای میسا جایی که تنگ میشد مردم مجبور بودن یواش برن، اینا شلیک میکردن و به اصطلاح کاروان رو میچاپیدن. ببینین که سعید چی گفته. گفته که سوربی don't waste your time on Mr. Kavusi. No wasting time نیست، چون اون روز هم شما هم دیگران میگفتید don't waste your time، اون آقایی که خونه و زندگیش ول کرده و اگه من کابوسی رو نگیرم اونو نگیرم و هم میام سراغ تو خیلی برات بد میشه، پس بذار همین با همینا مشغول باش. اوکی time on Mr. Kavusi is just a waste of time. He won't get it because he thinks now because he thinks he knows everything. That میگه که وقتت رو با کاووسی تلف نکن چون کاووسی فکر میکنه که همه چیز رو میدونه. ولی خیلی خوشحالم پتیک من یه ویدیویی رو فرستاده بودم که امروز برای شما هم نشون میدم و وقتی براش فرستادم گفت به نظر من میاد این ویدیو ساختگیه، چون در خیابانی که یه طرفن ماشینا حق پارک ندارن، نه اینجا هست، اینجا خیابونا یه طرف هم هست که یه طرفش ماشین پارک میکنه، حتی خیابونایی هست تو واشنگتن که دو طرفش ماشین پارک میکنه ولی در یه جهت شما یه ماشین میتونی بری به خاطر که خونه هایی که آپارتمان هایی که اینجا هست جای ماشین. اون قسمتش رو من البته برای ایشون نوشتم، حتی اگه این فیلم درست کردنی باشه، یعنی از پیش سناریوشو درست کرده باشن و اسکرین پلی فلان درست کرده باشن، خوبه، درس خوبی میده به این جوانای تندرو که آقا تو اگر از مسیحی بدت میاد نرو کلیساشو خراب کن، تو اگر از مسلمان بدت میاد نرو شیشه مسجدشو بشکن، یا اگر از کلیمی بدت میاد نرو علامت صلیب شکسته رو کنسان نه سنگالشون بنویس و اینها. و اینجوری برات این اتفاق میفته، جالبه، وای میسه طرف اونجا شیشه یه جایی رو بشکنه، یه نفر میاد بهش اعتراض میکنه، پسر جوونه هیکل بزرگی داره میخواد یقه اون مرده رو بگیره، مرده بهش میگه اوکی آقا برو هر کاری میخواد بکن، بعد که میره میبینه که براش اتفاقی میفته که خراب نمیکنم آخرش رو میذارم نگاه کن. خب جناب سرابی، من سوربی هستم، من گذشته آقای دانا کاری ندارم. خب اشتباهمون همینه که بعضی وقتا هم به گذشته هاشون کاری نداریم. شما واقعا درست میگی، اگه یه دوستی بیاد امروز بعد از اینکه دو سه بار با هم رفتید بیرون، شما ببینید عجب آدم امن و امین امانی امینیه، 10 دلار گذاشت رو میز بهت صدا زد گفت آقا این 10 دلار دیاد رفته، اگه پس فردا اومد بهت گفت که اسم شما چیه، ناصر جهان بخش، اگه به شما گفت ناصر آقا ناصر دو تا اثبات بنویسی ان ای، ولی خب این دیگه الان نمیشه چون بعد همین ناصر ممکنه یکی بخواد برات بخونه ناصر یعنی نصر مثل نصر در هستو. اگه بهت بگه که من اشکال دارم تو بیزینس و اینها احتیاج به 2000 دلار دارم، شما از اونایی که قبلا اینو میشناسی نمیری سوال کنی که آقا این سوربی که میخواد 2000 دلار از من قرض کنه چجوریه؟ بعد اگه 4 تاشون گفتم آقا به این پدر سوخته پول قرض ندی، یا از یکی یکی ما هم 10 دلار رو بهمون داد، 1000 دلار که گرفت دیگه در رفت. پس این بی خود ما میگیم گذشتهشون کاری نداریم. خود منم اینو میگم، به گذشته افراد کاری نداشته باشیم، حال مهم است. ولی نه عزیزم، شما بانک هم که میخوای بری
ماشین هم که میخوای بخری قشنگ گذشته تو میگیرم میارم. یه جا میخوای بری استخدام بشی به عنوان آبدارچی، آقا صبح زودتر از اونا در رو باز کنی، سماور روشن کنی، چایی بذاری. بهت میگم سوء سابقه. سوء سابقه چرا میگن تو ایران نمیدونم، اینجا میگن بک‌گراندتو چک میکنیم، یعنی گذشتتو چک میکنیم که ببینیم اگر توی شرکت دیگه آبدارچی بودی صبح که رئیس میاد نبینه آقا همه جا رو خالی کردی بردی، حتی سماور و میز هم ورشتی بردی، صندوقت نمیدونم صندوق سیف تو ایران چی میگن، گاف صندوق، گاف صندوق هم گذاشتی تو پیکاپ تراک بردی. پس این چیزی که شما میگی احساساتیه، احیانا شما هم جوان هستی، احیانا عکسی هم که گذاشتی اینجا یوسف و زلیخا و اینهاست چشم درست نمیبینه. در صورت جدی برای دانسته بوده. به هر حال من یک سوال دارم، به نظر شما چه کسی در حال حاضر منطقی و با دانش به تاریخ و سیاست روز دنیا میتواند روشنگری کند؟ خود شما، خود شما با این همه اطلاعاتی که رو اینترنته، وقتی یه چیزی سوربی میگه فوری بهش اطمینان نکن، وقتی یه چیزی آقای چمن آرا میگه فوری بهش اطمینان نکن، بگو اه سوربی میگه بابا فردوسی 1000 سال پیش توی توس چجوری از داریوش و کوروش هم خبر نداشته، آقای چمن آرا میاد میگه خبر که داشته هیچی، اینجا که گفته نمیدونم کیومرث منظورش کوروشه، اینجا که گفت آقا چرا خب اسم خودش نگفته، بعد به غیر از این آینده هم میدونسته. شما از عقل سلیم خودت استفاده کن. آمریکایی هم یه ضرب المثلی دارن میگن بین خطوط رو بخون، بین خطوط که چیزی نیست سفیده، ولی این منظورشون از موقعی میاد که طرف از از زندان یا از یه جایی نامه برای خانوادش که مینوشته، نامه رو مینوشته ولی بین خطوط با آب پیاز میزدن مینوشتن، این آب پیاز رو بعد که میگرفتی روی علاءالدین یا روی اجاق گاز این کاغذ که شروع میکرد به قهوه‌ای شدن، اونجایش که با آب پیاز نوشته بودن به صورت سفید نوشته میشد. اینو من بین خطوط رو بخونید از ایرانی یاد گرفتن. چرا انگلیسی ها همین هم میگن، میگن read between the lines، یعنی بین خطوط رو بخون، نمیدونم. در صورت اینم از این. آقای سعید کاوسی هم اینجاست. سعید جان درباره شما صحبت کردیم، اگر نشنیدی برو از اول برنامه نگاه کن و ازت خواهش میکنم اگه میخوای نظر بدی درباره تاپیک هایی که ما توی این برنامه صحبت میکنیم. شما میتونی یه پستی برای من بفرستی، من از شما $10 هم نمیگیرم، من برات پست میکنم. بینندگان و شنوندگان و تلویزیون مردم، آقای کاوسی اینجوری میگه زنا بدن، بعد نظرتون چیه؟ اونا هم بنویسن، شما بهشون کلکل کن. ولی این که ما میان میگه آقا بحران میان سالی در مردان، شما می‌نویسی زنا بدن، این زشته قربونت برم. این مثل این که شما داری تنبک میزنی، منم اون بر میز جزء شنونده ها هستم ولی اینجوری زنم دنبال فلان. این من دارم یه نوت دیگه میزنم، چهار مضراب میزنم، نمیدونم 6 8 میزنم، 1 2 3 میزنم، شما دنبال فلان دنبال فلان دنبال فلان نکنید. خب آقای خسرو بهرامی پیام شما رسید، ممنونم. لینک ها را ارسال کنید، ما هم نشون میدیم. از اینکه تلویزیون مردم رو حمایت میکنید به وسیله هزینه ای که پرداخت میکنید برای اون لینک ها، من از شما ممنونم. این کار رو ادامه بدید. هر ویدیو رو دیدی نیم ساعته یه ساعته بفرست لینکشو، بگو سور به اینو میخوام 3 روز پخش کنی، اینو میخوام 1 هفته پخش کنی و همینجوری خودت. ما این رو به همت میگیم، همت عالی، این رو اختیارشو به خود شما گذاشتیم. ولی اگه یه روزی اومدی گفتی من هر هفته میخوام، مثل قدیمم یه بار این کار کردی، هر هفته میخوام 1 ساعت برنامه زنده داشته باشم، اون وقت همونجوری که اون روز برای فرخ گفتم، گفتم فرخ عزیز من شما رو میشناسم، فرخ خواننده خوبی هم هست، اون وقتا موهای بلند و طلایی و ریش هم میذاشت، همه خانوما اینجا قربون صدقش میرفتن و همه آقایون هم دلشون میخواد شبیه این باشن، چشمای روشن و اینها بمانه. در صورت همونجوری که به فرخ گفتم، گفتم فرخ جان چون کارتو میدونم و دیدم، اگر ویدیو بفرستی مجانی پخش میکنم، ولی اگه میخوای وقت بگیری، وقت برنامه زنده، باید هزینه‌اش رو بدی. باز هم ممنون از شما. نظر دادن، پیام گذاشتن، ارسال ایمیل، تلفن، همه اینها روی یوتیوب شما فقط میتونی ویدیو تماشا کنی. اگر میخوای نظر بدی
من نمیتونم دوست عزیز بیام یوتیوب نگاه کنم بینم کی چی نوشته، برم اسکایپ، برم اینستاگرام، برم تلگرام، برگردم برم فیسبوک، برم فیسبوک صفحه خودم. عزیز من، شما خودت آمدی یه ویدیو درست کردی، آقای رایان یه ویدیو درست کردی، ببین دوستان چه به سرت آوردن، مجبورت کردن حسابتو ببندی، ویدیوتو برداری بری به یه اسم دیگه بیای ویدیو بذاری. حالا منده 20 سال شما فکر کردی اینا خودش همینجوری ریخت، باد اومد با موتور تون میرفتم باد برد؟ تو این منطقه که ما هستیم میگن باید کلا بپوشی، که به نظر منم خیلی احمقانه است، چون کسی که میخواد روی موتور سوار بشه یعنی این اول ثابت کرده که دیوونه است، احتیاج نداره یه نفر بیاد نصیحتش کنه، بذار آقا بره، بعدم اگه تصادف کرد نمیخواد حالا تصادف کنه به اصطلاح بدن و همه چی شکسته ولی مغزش کار کنه، مثل این آقای کیه پروفسور فیزیک و این چیزا هست اینجوری بدبخت نشسته. آقا من میخوام اگه تصادف کردم بمیرم برم راحت، چیه این کلا رو میذاریم سرمون گرم بعد اینجوری این ورور رو نمیبینیم؟ شما این موتور سوارهایی که کلا رو سرشون نگاه کنین، وقتی میخواد این ور رو نگاه کنه باید سرش 90 درجه بچرخونه. البته بعضی هستن یک کلاهی میگیرن تو شیراز به این لگن بچه ها میگن قصری، حالا نمیدونم میخواستن مخالفت کنن با شاه و اینها میگو قصر و قصری، این لگن اینها بعضی یک کلاهی میگه مال موتورسیکلت مثل کلاهای آلمانیا، کلاه سربازی آلمانیا و یعنی اینجوری به اصطلاح کلا سر قانون میذارن، فقط قانونن کلا سرشونه، در صورتی که کلاهی نیست که اینقدی گرد این بالا، ولی بعضی هم دیدید که همه جا رو پوشونده و صورتم پوشونده و نمیدونم نقاب داره، دو سه رنگ نقاب داره، نقاب زرد داره برای شب، نقاب مشکی داره برای این و روز سفید داره برای که پشه و مگس تو چشمش نره. این هم از این. و اما آقای چمنارا، آقای چمنارا یه بار دیگه هم توی نوشته هاشون نوشته بودن که آقای صدرالاشرافی، بله درست میگم، خواسته به تلویزیون مردم پول گزافی بده. نه آقای نگید دیگه، آخه زیاد صدرالاشرافی بنده خدا که همچی کاری کرد؟ شما راجع به کوروش و ایناست که صحبت کردین، من برای آقای ضیاء صدرالاشرافی ایمیل زدم، چون قبلا هم برنامه داشتیم صحبت میکردیم، برای ایشون نوشتم که آقا اون چیزایی که میگفتید یکیش بود راجع به کشته شدن کوروش به دست مادر یکی از اونایی که به دست سربازای کوروش یا خود کوروش به اصطلاح بدجور کشته شده، برای من ایشون این مقاله رو فرستاد. و اگه شما میخوای اعتماد مردم رو مثل همین آقای ناصر خودمون جلب کنی، آقای چمنارا باید منطقی صحبت کنی و مستند. بعد شما نگران این که آقا میان نظر میدن ولی نمیان مهمون برنامه باشن نباش، چون اون کاری هم که شما میگی اصلا به قول آمریکایی ها دوبل نیست، یعنی شدنی نیست. که من اتفاقا دیروز رفتم چون از بیرون بودم نوشتم، بعد گفتم ای داد بیداد، حالا این آقای نمیدونم مازی فلان، این آقای غریب تنها یا خانم تنها غریب، این بخواد بیاد تو برنامه، من اولا بهش باید بگم چی بیاد، پول این برنامه رو کی میده؟ این چیزایی میشه که ما ببینید، همون آقای ضیاء صدرالاشرافی، همون آقای حمیدرضا حمید میرزا آقاسی، یا درست میگم، اینا ببینید چقدر قشنگ با حرکتای استپ با استپ بیبی استپ لاگ پشتی دارن جلو میرن و نمیپرن یه دفعه بخوان دنیا رو بگیرن، چون اینایی که میخوان یه دفعه دنیا رو بگیرن میشه حقا، میشه آقای دوستمون کیه، آقای نصر احمدی، هم هی میپرن بالا خسته شون میشه، همین که دیپرس میشن ناراحت میشن که آقا، و ما داریم میگه رهروان است که آهسته و پیوسته رود، رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود. شما یه چیزی نوشتی، طرف اومده نوشته وجدان هم خوب چیزیست بی وطن فلان، بگو آقا خیلی ممنون، شما وطن داری؟ خب برو هر کاری میخوای بکنی بکن، برو دنبال وطن دارا. این آقای چمنارا که چون نوشته قرآن رو باید به ترتیب بخونیم بی وطنه،
اونم باید شما رو یاد بگیره ول کنه بره دنبال کار زندگیش. خب این سعید هم یه بار فارسی می‌نویسه یه بار انگلیسی می‌نویسه که مغز من دو طرفش کار کنه. میخوام ببینم مغز ما قسمت چپش کار میکنه برای انگلیسی خوندن قسمت راستش، ولی فارسی بدبختی که داره وقتی فارسی می‌نویسی یه دفعه به نوشتن اعداد که میاد و باید چپ بنویسی قاطی میشه. صوبی داعش در مورد لاس وگاس هیچ ادعایی نکرده. چرا قربان؟ چرا قربان؟ از اخبار عقبی. اطلاعی صادر نکرده. بیشتر در پست های ایرانی ها میبین. نه 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 بابا تلویزیون های آمریکا من از ساعت 4 صبح به وقت اینجا که میشه 1 صبح لاس وگاس داشتم تلویزیون های آمریکایی رو نگاه میکردم و حقیقتش بهتون بگم حتی میخواستم امروز جلو دوربین نیام چون ریش نتراشیده و گفتم خب حالا اب نداره، بعد میام میگم که حالا این ریشمو بذارید به حساب مویی که اینجا نیست، بعد گفتم نه بابا نمیشه، خود آدم اصلا پریدم توی حمام اومدم. عزیز من گفتن گفتن داعش اینا به خاطر همین. برادرش گفت برادر من اصلا هیچ چیز مذهبی نداره، حالا نه مذهب مسیحی نه مسلمان، اینها احتمالا شما یه جا رو نگاه کردی و نه نداره، بیشتر در پست های ایران که این خبر را از نه 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 از فلانجاشون در میاره. نه عزیزم، ولی ترامپ دوستان ببینید امروز هم نوشتم ترامپ امروز مثل یک آدم صحبت کرد. امیدوارم بتونن افسارش رو نگه دارن، چون از صبح مردم تو تلویزیون اینها نگران بودن که این حالا بعد از اون ماجرای فوتبال، بعد از اون دو دستگی که ایجاد کرده، بعد از این ماجرای دعوا به شهردار اون یکی از شهرهای پورتوریکو، همه این ماجراها حالا بیاد امروز یه چیزی بگه، چون میدونید مثلا این به شهردار لندن گفت که بله شما بی عرضه هستین که این تروریست ها هی به شما حمله میکنن. آقا اونا که چسبیده هستن از لحاظ زمینی و اینها، حتی لندن نه لندن که انگلستان که جزیره است، ولی کلن حالا با هرکی هم میتونه با رانندگی بره اونجا، ولی شما که اینور اقیانوسی شما هم آمدن سراغ و تازه از عربستان و اینها نمیدن، از مال خودتونن. اون نمیدونم تیموتی مکوی یکیش، این آقای پدداک استیون یا استیو پدداک، ولی این آدمی که منطقی نیست هر مزخرفی از دهنش در میاد میگه. خود منم وقتی که منطق رو میذارم کنار عصبانی میشم، هر مزخرفی از دهنم در میاد به این اون میگم و سعی میکنم که بیشتر منطقی باشم، بیشتر مستند. و آقا نظر این اینه، اتفاقا دیروز یه مصاحبه رو میدیدم مال این اسکولیا کی بود وکیل قاضی مال دادگاه عالی اینجا فوت شد، اتفاقا من یک کتابش هم داشتم خودش امضا کرده بود، این میگفت که من اولی که شروع کردم اونایی که با من مخالف بودن فکر کردن من خصومت خصوصی با اینا دارم، گفت به آرومی آقای چمن آرا به آرومی بهشون یاد دادم که من با تو هیچ خصومتی ندارم، من با ایدئولوژی تو مشکل دارم، احتمالاً تا با من مشکل ایدئولوژی داری سعی کن خصومت شخصی پیدا نکنی. و بالاخره هم چند سال گذشت، یکی از بهترین دوستاش همون خانم پیر کوچولویی که یه چیزی هم مثل کشک هم میشه تو دهنشه، احتمالاً قده سرطانی اینجاست، اون گفت که ما اصلا با هم دوستیم، میریم میاد من و همسرم و نمیدونم بچه های اینو خانمش و اینها بمانه. خب به به آقای محمد بشر دوست خیلی جالب. بله آقای بشر دوست رو میشناسم، منیجر دوستان اگر میخواین ماشین بخرید از ایشون ماشین بخرید توی شنتیلی، احتمالاً من دوستان وقتی که میگه ای من داداش رو میشناسم اینا میگم چه خوب، حالا بهت دو برابر حساب میکنم، شما رود نمیشه چیزی بگی. ولی این آقای بشر دوست من دو بار باشون صحبت کردم و اگر جا داشته باشه ماشینی بخواین، فکر کنم توی داج اوریز من بود یا یه چیزی نه فیر اوکس که بهش گفتم بابا شما تو شنتیلی هستین ولی اسم ماشینتون اینه، گفت برای که این صاحب اینجا وقتی اینجا بوده خریده. میدونید اینا هم که دیلرشیپ دارن یکی از راهایی که پول میسازن اینه که یه جایی که دور افتاده هست همین آتو پارک، توی آتو پارک اون موقع اینجا صحرا بود
خریدن 50 ایکر 100 ایکر چقدر کردنش چی، بعدن که مردم مجبورن برن اونجا به اونجا رونق میدن، ملک و قیمتش میره بالا، بعد همین زمین رو میفروشن دوباره میرن یه جای دیگه، نه قبل از اینکه بفروشن میرن یه جای دیگه، بعد اینو میفروشن میلیون ها دلار هم از این برمیگیرن. در اصل آقای بشردوست خیلی خوشحالم که شما هم روی فیسبوک ما هستید، امیدوارم اگر اون بشردوستی نیستی که به اصطلاح توی دیلرشیپ و منیجر هم هست، و وقتی فهمیدم اون موقع یکی دو سال پیش فهمیدم 4-5 سال اینجاست، بهش گفتم که ما به وجود افرادی مثل شما به اصطلاح افتخار میکنیم که به این مدت کم آمدید ولی اینجوری چیز میکنید. بذارید این آقای ناصر جهانبخش، ببین آقای جهانبخش، شما که دنبال یکی میگردی که بیاد برد از آزادی و دموکراسی درست صحبت کنه، یعنی یک کسی میخوای باشی که قانونمند باشی، یا به قول معروف قانون مدار، که من این کلمه مدارم نمیفهمم، یه وقت به جای نداشتن استفاده میکنیم ولی یه وقت به جای داشتن. ببین شما اومدی عکس کاور پیج تو گذاشتی فرش، عکس خودت رو گذاشتی کاریکاتور، آخه این درست نیست عزیز من. اون وقت ما تو ایران میبینیم اون آقا میگه من آقا تو ایرانم، تو تهرونم، عکس خودش گذاشته، فامیلای من هستن اصلا روی ایمه، برو بزن نگاه کن، اسمشو گذاشته، فامیلشو گذاشته، عکسش هم گذاشته. خب ایرادم میگیره نکنید. وقت شما دنبال یکی میگردی که چیکار کنه که ایرانم مثل فیسبوک شما غیر قانونی کنه، در اصلا نمیدونم، چون از من پرسیدی دنبال کی برم، دنبال عقلت برو. قوی کردن عقل اینه که باهاش کار کنی، بخونی، اینو میخونی، اونو میخونی، اونو میخونی، اونو میخونی، بعد ببینی ای این اولی که گفت دو تا چهار تا، این دومی اومد فوشش داد، نوار ضبط کرد، گفت این غلط میکنه، این پیره که میگه دو تا چهار تا، جدیدن دو تا میشه 5 تا، میخونی میبینی آقا برای بعدش هم میگه دو تا چهار تا، نفر چهارمی هم میگه دو تا چهار تا، بعد میفهمی که بابا این سوربی دیوونه نیست، این امید دانا، امید نادان من بهش میگم، برای که اگه نادان نبود اینقدر دروغ نمیگفت که با همین آقای مسعود صدر برو نوارشو گوش کن ببین چقدر فوش زن و بچه به همدیگه میدن. بعد امید دانا میگه شما حتما یاد بگیر من چقدر مؤدبم، برای پدر سوخته تو میدونی داری زفت میکنی، اون بدبخت احمق ناراحت پیرمرد نمیدونه، شما حتما یاد بگیر من چقدر مرتبم. همین امید دانا ببینید چه فوشایی به دیگران داده. اگه خواستی آقای ناصر جهان بخش مهمان من باش، بیا درباره امید دانا و دانایی هاش برای دیگران بگو، ولی وقت و عمر خود تلف نکن. بعضی وقتا میبینید مثلا همین ناصر جهان بخش خود امید دانان که این کارو میکنه که ما دربارش صحبت کنیم، 4 نفرم برن بفهمن، خب که چی بیچاره، تو آمدی الان ویدیوتم 12,000 نفر میبینن، فکر کردی رسیدی به قله قاف، چی شد؟ اولین پس گردنی و تیپا رو از آقای رضا پهلوی خوردی، دومیش یکی یکی از اینایی که هول شده بودن باهاشون مصاحبه کرده بودی یکی یکی از تلویزیون ها انداختن بیرون، حتی همین آقای امید و امیدوار که با هم هم اسم بودن بعد انداختش بیرون. بمانه خب خدا پدرتون بیامرزه، حتی کاریکاتور رو ببین شما من نشناخته چقدر قضاوت میکنید، آفرین کاریکاتور هم میبینم، شما با فیسبوک کاری میکنی که من بشناسمت، وقتی فیسبوک رفتی عکس گذاشتی پشتش قایم شدی، خب معلومه شناخت من یه شناخت درست نیست، مثل فیسبوک شما که الکیه اینا حالا چیه، یه عکسی انداختی بله، یه نفر که تمام درخت ها و جنگل ها رو سوزنده و فروخته آمده جلوی یک تابلوی وایساده عکس مثلا سبز میگیره، خب من که اینو دیدم باید پیش فکر کنم چی؟ عجب آقای دوستان بیان بریم این ناصر جهانبخش رو پیدا کنیم بکنیمش رهبر جنبش زیرتنبون زیر شلواری. چی میگی آقا؟ ارت دی 2035 میگه سال 2035 اشتباه میکنی، میخوای من بهت ثابت کنم که الان تعداد درختای دنیا بیشتر از 100 سال گذشته است؟ میخوای بهت ثابت کنم؟ عکس تو بردار، این عکس ها رو بذار اون بر، پست کن، زیرشون بنویس، بعد بیا تو چیز توی فیس اسکایپ مهمون من باش تا بهت ثابت کنم که تعداد درختای روی کره زمین امروز بیشتر از 100 سال قبله.
چرا؟ الان قانون گذاشتم. آقا من تو خونه خودم میخوام یه درخت کهنه ای که داره میفته رو خونم اینو کات کنم ببرم، باید برم از یه اداره اجازه بگیرم. اون میاد میگه خب این بزرگ شد داره میفته، شما اینه که خاصی بکنی اول اون بر 4 تا درخت بزن بعد ما بهت اجازه میدیم اینو بکنی. اینجوریه این درختای خود منم مثل شما بودم، اولی که اومدم اینجا گفتم آقا این سر کریسمس که میشه این همه درخت کاج اینا میارن، بعد 15 روز 10 روزم میندازن تو سطل آشغال. بعد دیدم اگه این درختای کاج نباشه، اون کشاورزایی که این درختای کاجو مزرعه به مزرعه میکارن نیستن. بعد خود اینا چه استفادهایی میشه از این درختای کاج؟ بعد میرن یه چیزایی مثل چی بهش میگن، مثل ساچمه درست میکنن برای سوزوندن و اینها، و یه بوی خوبی هم داره حتی برای گرم کردن خونه و فایرپلیس اینا. در حقیقت دوست عزیز، من که شما رو نمیشناختم، شما خودت اومدی جلو خودت سوال میکنی میگی آقا منو بشناس. حالا که میخوام بشناسمت میبینم به جای عکس خودت عکس کارتون نمیدونم کاریکاتور، این کاریکاتور اینا میگن اینجا، همین کاریکاتور خودمونه، ما کارتون اونایی که میپرن بازی میکنن. در صورت اگر شما رو بد شناختم ببخشید، شما لطف کنید بیان جلو تا مردم خوب بشناسن، بعدم من بگم دوستان من این آقای ناصر جهانبخش رو بد شناختم. ما بدی راجع به شما نگفتیم، گفتیم آقا شما که میگی قانون، شما که میگی آخوندی که رفته حوزه علمی قم باید قانون مند باشه یا قانون مدار باشه، که حالا قانون ندار هستن، شما میگی اونا باید قانون داشته باشن، شمایی که یا تو سوئیسی یا تو آلمانی یا تو ایرانی 4 کلاس سواد داری دسترسی به فیسبوک پیدا کردی، قانون فیسبوک رو رعایت نمی‌کنی. درسته؟ خب چیزی که من میتونم به مردم معرفی کنم بگم آقای اون خانم آقای ناصر جهانبخش امروز سخنران برنامه هستن، میخوان در رابطه با قانون و سیویلایز، یعنی چی میگم؟ در اصل شهروندی و فلان اینها صحبت کنن. بعد یه دفعه یکی داد میزنه میگه آقا برو کجای کاری، این آقا خودش بلد نیست از قانون فلان استفاده کنه. خب ساعت 2:56 است، یه 3-4 دقیقه زودتر صحبتهای دوستمون رو شروع کنیم، چون من روزی که با ایشون شروع کردم گفتم 10 دقیقه ماکسیموم 15 دقیقه، ایشون بیشتر رو 15 دقیقه میره و بعض وقتا 16-17 دقیقه میشه، و چون صحبتاش هم خوبه و جالبه ما هم میگیم خب حالا بهتر از این یکی من دارم حرف میزنم. بریم با هم ببینیم پلیر 4 اینجا. شما هم دوستان میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، به وسیله پیام بفرستید و اینها، و اینجوری ما پخش میکنیم. بیا جلو عقل بشر شماره 22، ولی ایشون نوشتن که عقل بشر 22 احمد انصاری. سلام بر شما. در برنامه گذشته با وصفی درباره آقای محمد حسن هیکل از شما دعوت کردم توانایی داشته و با قاضی کردن کلاه خیش شخصیت‌های آشنا را با انصاف تحلیل و تشخیص و سپس حکم صادر کنید. امروز شما را به چالش کشیده و امیدوارم خوب اندیشیده و در پایان این گفتار دانش و توانایی تسلط بر عقل خیش را آزمایش کنید. یکی از ناتوانی‌های مغز و در همان وقت نشان از عدم تسلط بر آن، مایل نبودن انسان از شنیدن هر نوع سخن مخالف با انباشته‌های مغزیش می‌باشد. در برنامه‌های رادیو و تلویزیون که در آن دو طرف مخالف با هم به بحث می‌نشینند، می‌توان این واقعیت را به روشنی دید. در تمام دنیا این بحث‌ها بدون هر گونه توافق به پایان می‌رسند. هیچ طرفی تغییر رأی نمی‌دهد. در برنامه‌های شرکت کنندگان با دست و پا به جان یکدیگر می‌افتند. درباره توانایی عقل آنان در نمایش چنین رفتار و عکس العملی خارج از قدرت عقل و فقط به علت خلاف در یک مسئله، آیا تا حال اندیشیدید؟ اگر آنان بر عقل خود تسلط دارند، باید قبول کنند که طرفی صحیح‌تر و طرفی برعکس آن است. اصل عقل می‌گوید باید طرف اشتباهگر کنار آید و با اعتراف به صحیح بودن طرف رأی دیگر آن را احترام نهد و تأیید کند. چرا چنین سرانجامی را نمی‌بینیم؟ علت همانا عدم قدرت عقل در تجزیه و تحلیل انباشته‌های خیش و ناتوانی در اعتراف به صحت و درستی رأی دیگر است. یعنی عقل
بنابر توانایی خود عمل می کند و از حدود نتیجه گیری انباشته هایش نمی تواند خارج شود. اغلب مخالفین از درک واقعیت برخوردار نبوده و برای آرامش روان و احساس حق به جانبی موقعیت منفی اتخاذ می کنند. بدون دانستن محدود بودن مغز و توانایی های عقل خیش، بحثی را که با دقت نخوانده و یا کاملا نشنیده اند اهانت به خیش تصور و شخصی نموده و طرف دیگر را دشنام می دهند. این رفتار خیلی معمول شده. هر کس که ادعاهای طرف مخالف را نتوانست تحلیل کند، بسنجد و سپس بفهمد و از فراگیری و بهسازی بحث جهت بهتر نمودن انسان و اندیشه های سودمند سازد، فوراً به مسئله شخصی تغییر داده و فحاشی و اهانت را شروع می کند. گفتار طرف مقابل را مزخرف و بیهوده می خواند. یا می گوید تو این طور و آن طوری، پدرت فلان و مادرت فلان چه است، نیاکانت اینند و چنین بودند. این روش یعنی منفی گرایی نشان از ضعف عقل شخص است. به جای پیجویی موضوع بحث، با روش دانشگرایی به منطق تحقیر طرف مخالف متوسل می شوند تا نقطه نظر ورشکسته خود را به روان خیش بقبولانند. اگر سخنی معقول داشتند حتما بر زبان می آوردند، وگرنه چرا مسائل شخصی مخاطب را پیش می کشند که به موضوع بحث ربطی ندارد؟ چرا به اهانت و تحقیر طرف مقابل زبان می گشایند؟ برای اینکه احساس برتری کنند، طرف مقابل را از نقطه نظر خود کوچک می کنند. بنا به نوشته یک جامعه شناس، اگر مهاتما گاندی رهبر استقلال هند در میان ما بود، به جای شنیدن و فهمیدن گفتارش و قدردانی از انجامهایش متوجه ظاهرش شده و او را بوزینه خطاب می کردیم. این پدیده‌ای از ناتوانی‌های عقل انسان است. اگر کسی قدرت دارد، می‌باید جلو آمده و از نتیجه آموختن دانش، تحقیق یافتن دلیل علمی و تاریخی سندی ارائه دهد و سخن خود را به شنوندگان و بینندگان با منطق و اندیشیدن بقبولاند. اشخاصی که منفی واف و بدون دانش کافی هستند و از بررسی گریزان، به سادگی با منفی گویان هم رأی شده و با تأییدشان هم کاسه‌شان می‌شوند. یک وزن را در این زمینه موشکافی می کنیم. شاه اللهی ها در این روش از آخوندهایی که فوراً مخالفین را زندیق و کافر و جهنمی می خوانند تفاوتی مغزی ندارند. آنان نمی خواهند سخن مخالف را بشنوند تا بعد از شنیدن و اندیشیدن به روشی بهتر روی آورند و یا مسئله نوینی آموخته و بیاموزند. هر دو دارای یک نمونه مغز هستند. شاه خوب بود، همه چیزش خوب بود، خیلی هم زیبا بود، نشستنش زیبا، راه رفتنش عالی، کردارش بی همتا، ادارهش بی نظیر، اندیشه هایش داهیانه، لیاقتش مورد ستایش پدر و اطرافیان. خوب، اگر این طور بود به ما بفهمانید چرا سقوط کرد؟ عوامل سرنگونی شاه و نظام پادشاهی مورد بحث ما نیست. دانشمندان و پژوهشگران بسیاری آن را موشکافی کرده و میتوان به سخنانشان مراجعه کرد. باید قبول نمود اگر با یک صاحب عقیده همراه شد و ایده هایش را تأیید کنیم، او هرگز تغییر نکرده و چیزی یاد نخواهد گرفت و ما هم دانشی نمی آموزیم. وقتی با مخالف عقیده من نشست و برخاست و کلکل کردیم، می شود فراگیری را تصور کرد و انتظار داشت، البته پس از اندیشیدن و بررسی و بحث. اصل صحیح این است: از مخالف می شود دانش آموخت و نه هم رأی. فراگیری دشوار می باشد، صبر و حوصله و توانایی می خواهد که از قدرت هر کسی بر نمی آید. در دنیای امروز، در کشورهای پیشرفته، همه کارکنان را پس از 4 سال و حتی اکثر 5 سال باری دیگر به آموزشگاه ها فرستاده تا نوین دانش را بیاموزند، زیرا آنچه را آموخته بودند کهنه و خارج از اوضاع زمان شده است. اما ما با این باستان پردرخشش هرگز نباید تغییر کنیم. همان را که داریم و میدانیم برای خود و نسل‌های آینده ارثی کافی و بسیار میدانیم، بنابراین نیازی به فراگیری نداریم. این حالت و یا برداشت در مغز اغلب ما ریشه دوانده و تصور تغییرش غیر ممکن است. دلیلش تکرار گفتارهایی مانند همین سخن امروز است. در شرح حال دوران شاه، خاطرات علم را میابیم که با شناخت بسیار از حالت
از حالت و روان شاه مسائلی را در خفا می نویسد که مخالف نظرات و کردار رهبرش بوده و اشکارش نمی کرده. این دو رفتاری و دو کرداری و دو گفتاری صفت همه ماست، در زندگی با آن خو گرفته و بنابر رهنموده انباشته های عقل در برابر هر وضع قری می دهیم. مناسب وقت تا در تله ستمگر نیفتیم. اگر شخصی مخالف با این جماعت گرایی سر بلند کرد، عموم بدون اندیشیدن در برابرش موقعیت دشمنی اتخاذ می کنند که تحریک کنندهش همانا احساسات انباشته های مغزی هستند. اکثر و شاید همه شخصیت های درباری نسبت به شاه انتقادها و اعتراضهایی داشتند که به علت شخصیت رهبر مملکت و هنگام زمامداریش هرگز اظهار نمی کردند. این وضع نسبت به دیگر شخصیت ها هم به همین صورت بوده و هست. در سال 1973 و 6 سال قبل از انقلاب با آقای امیر طاهری در جلسه خصوصی ملاقاتی داشتم. آرامش ایران و امنیتش را ستودم. نخست وزیری طولانی آقای اویدا را دلیل و نشان استواری کشور دانستم. ایشان در جواب گفت وقتی کنار گذاشته شد گندکاریهاش در میاد. ایشان خیلی با آقای اویدا و اوضاع زمان نزدیکتر، آشناتر و مطلعتر بود. در زمان سرکار بودن و قدرت تمام عیار آقای نخست وزیر چنین برداشتی را علنی ننمود. این نتیجه گیریش در زمانی که از انقلاب خبری نبود در هیچ کدام از کتابهایش بعد از انقلاب نوشته نشد. در این میان یک نفر تا حال شهامت داشته که در قبل و بعد از انقلاب حقیقت را گفته و بگوید. از کجا میدونیم آن چه میگوید حقیقت است؟ در ده ها مصاحبه و نوشته همان سخنان را تکرار کرده. یعنی اگر دروغگو بود حتما کم حافظه و سخنانش زد و نقیز و یا دست کم مختلف اظهار می شدن. شخصا با همه آنچه آقای احمد علی مسعود انصاری انجام داده و نتیجه گیری کرده اند موافق نیستم. یعنی رأی و برداشت خود را دارم. شاید درست و یا اشتباه نتیجه گیری کرده ام. در هر حال مغزم برای فراگیری و تغییر رأی باز است. رازگوی ایشان را بسیار می ستایم. ایشان در طی مصاحبه های تکراری ادعاهایی کردند. آنان که اظهارات ایشان را دروغ و یا غیر صحیح می دانند باید شهامت و جرأت داشته جلو آیند و این ادعاها را با دلیل و ارائه سند تکذیب کنند. کسانی که فحش می دهند ناتوانتر از آن هستند که این سستی، بیدانشی و ناتوانی مغزی خود را درک کرده و یا تشخیص دهند. آقای رضا پهلوی به مادرشان این همه مصاحبه کرده و میکنن جلویم و ایشان را از صحنه بیرون و اظهاراتشان را با دلیل دروغ بشناسانند. بسیار جای تأسف است که پس از گذشت 4 دهه شخصیت‌های مورد سخن آقای انصاری مستقیما و یا توسط پیروانشان به جز بدگویی اظهار نظری نکردند. این مسئله نمک می‌خورد و نمکدان می‌شکند قبل از اینکه مقام آقای انصاری را زیر سوال برد و از واقعیت و اهمیت اظهاراتشان بکاهد، نشان دهنده پایین بودن سطح فکر و نادانی گویندگان و پیشکشان مسئله نمک است. آنان در ذهن خود هنوز خود را آفریدگار فرعون تصور می‌کنند که نمک را نعمتوار بر مردم می‌پاشند. اضافه گویی ها و نفاق اطرافیان از محیط گوششان خارج نشده و پوچیش را نشناختند. نمیتوانند بتصورند آنچه آنها به دست آوردن ثروت ملت و حق عموم بوده و هست که به علت مقام و وضع بنیادی بر این کره زمین چپاولش قانونی و درست شناخته شده. آنان که خود را صاحب نمک میشمرند خودشان نمک نشناس هستند. قدر ملت صاحب نمک را ندانستند. اگر قدر نمک دانسته و صاحبش را شناخته تا حال نمکدان در دستشان بود. آن کسی که این مسئله نمک را برای اولین بار پیش آورد و در دنبالش میمون و توتی صفتها بدون اندیشیدن تکرارش کردن خود نمی دانند نمک چیست و از کجا آمده. از طرفی ادعای خداشناسایی می کنند. با نمایش عکس‌هایشان در ذریح امامان و مسجدها دلیلی برای ایمانشان ارائه می دهند تا گلیم را از زیر بساط آخوندها بکشند. بنابر ایمان اگر داشتند حتما میفهمیدند همه نمک ها از آفریدگار است. آنان نمکدان شکستند، خود را بالاتر و بهتر از دیگران شمردند، ملت و کشور را متعلق به خود و وسیله آسایش شخصی میدانستند. همه خلق شدند که خدمتشان کرده و آخر سر قربانیشان شوند.
با رفتار و کردار و ایجاد فاصله با مردم خود را برتر و از خونی بهتر شخصیت دادند. جای شگفتی دارد که با گذشت زمان هنوز درسی نگرفته و عبرتی هم نیاموخته‌اند. در کجا و چه وقت مزه فقر و تنگدستی را چشیدند؟ یا گریستن کودک گرسنه را شنیدند؟ یا درد شکم خالی را تجربه کردند؟ یا زجر و آسیب شکنجه را تحمل نمودند؟ اگر چنین تجربه‌ای هم داشتند، پس از ورود به کاخ و زندگی در اسراف و پخش و پلا گذشتشان را فراموش کردند. بیاد نمی‌آورند رضاخان چیزی نداشت و وقتی از ایران به تبعید فرستادنش ثروتمندترین مرد ایران بود. میگویند دو بیماری مخصوص پادشاهان است. یکی بیماری نقرس است که در کتاب قانون بو علی سینا بسیار شرح داده شده و به علت خوردن زیادی گوشت سرخ در خون ایجاد می‌شود و مفصل‌های استخوان را به درد می‌آورد. در تمام وعده های غذا به شکم پادشاهان می رود و فقرا و خاطره مزهش عمر را به سر می برند. دیگر بیماری خودبینی می باشد. مثالش این است که فرعون صفتها هنگام رفتن به مستراح باور نمی کنند آنچه از خوردن در شکمشان ساخته و خارج می شود هم رنگ، هم بو و هم شکل خروج مردم بی ارزش است که برای آسایششان زحمت کشیده و جان می دهند. الان عملا میبینیم که این احساس برتری هنوز در مغز این شخصیت ها باقی مانده و این همه دماغ مالی روزگار و زمان موجب تغییرش نشده و درسی نآموختند. چگونه میشود در بهترسازی فردای میهن اینان نقشی داشته باشند و بهشان امیدوار بود؟ در گفتاری از آقای رضا قطبی دعوت کردم. شهامت و بزرگواری خود را نشان داده و تا فرصت هست تجربه ها و دانستنی های خود را برای تاریخ و آموزش ملت ایران جاویدان سازند. با این پیشگامی درستکاری و توانایی خیش را نشان دهند. شاید ایشان در گفتارشان ثابت کنند آقای احمد علی مسعود انصاری در اشتباه بوده، ادعاهای دروغی کرده و یا از وقایع برداشتی غلط نمودند تا ما روشن شویم. بزرگ آرزویم این است که خانم فرح دیبا جلو آمده و از این نقش دست و پاگیری که بر عقل و وجودشان مسلط شده نجات یابند و دانشمندی و پرتجربگی خود را نشان دهند. نقش تظاهر و جلوه دادن خیش چون یک مانیکن در هنگام ملکه بودن و بعد از آن را دور اندازند. حقیقت را احساس و درک کرده و قبول بنمایند. از روبرو شدن با وقایع نگریزند. همه مخلوق یک آفریدگار هستیم. به یک شکل می آییم و یک شکل می رویم. لخت زائیده و لخت به زیر خاک می رویم. کاش دریابند قرار گرفتن بر صحنه مملکت و نقش بازی کردن و تظاهر پایان یافته. دورانی بود و گذشت، رفت و برچیده شد. قلم جلو گذاشته و میهندوسی و صفت علاقه به هم میهن را با بیان حقیقت و کشف رازها برای ملت ایران و آیندگان به ارغمان بگذارند. تهمتهایی را که این نوزادگان جاه طلب به ایشان میزنند خود با دلیل راست و درستگویی و ارائه سند مح کنند. با اعتراف به اشتباه ها نیایش آمرزش همه را به دست آورند. درسی به همه ما بدهند و با تغییر کلی رفتارشان مردم را بباورند که ایشان حقیقتاً به درجه عالی ارتقا یافتند. به ما بفهمانند آن مقام و ظاهرسازی و لقبهایش تو خالی و بی ارزش بوده و راه نجات از بحرانها را نداشته، دردی را هم دوا نکرده و خوشبختی را سرانجام نشده. جایگزینش ارتقا به بالاترین درجه انسانیت است که آدمیت می باشد. شاید شنوندگان طرفدار سلطنت پهلوی این گفتار را اهانت دانسته و با عدم درک که ناتوانی خیش در پیروی خارج از تسلط برغز به گویندش دشنام دهند یا آن را دفاع از آقای انصاری شمرند. کسی که اینطور می اندیشد از روبرو شدن با حقیقت گریزان است. هر دو برداشت صحیح نیستند. خواهان دانستن حقیقت لخت، عریان و بدون پوشش هستم. برای ایران و آیندگان و دنیای آدمیت تا با اندیشیدن همه جانبه به سوی فردای بهتری گام برداریم. آقای انصاری به دفاع این گوینده نیازی ندارد، زیرا بدون پروا همه چیز را گفته و نوشتند. با ایمان بر درستگویی و درست رفتاری حراس را کنار زدند. تا وقتی که مخالفین گفتار و نوشته هایشان به سطح رازگویی ایشان نرسیدند، صداقت و ایمانشان محور توجه بوده و قابل ستایش است و اظهاراتشان مورد قبول. دعوتهایی را در این گفتار تقاضا کردم. آنان که در برآوردن دعوت توانا هستند بفرمایند این گود و این میدان.
آنان که نیستند دشنام دهند، تهمت زنند، مهم نیست. هر طرفی آزاد از تراوشهای انباشتهای مغزی و سطح دانش و تربیت خیش را آنطور که مایل می باشد بیان و آشکار سازد. روپوش و عیب و هنر خیش را برداشته و از زیر گو بیرون آیند. آزادی مغزی و بدنی همه در تمام مسائل آرزو و هدف دانشپژوهان و نیکوکاران است. در پایان مانند سرآغاز این گفتار می گویم، به توانایی اندیشمندان در قاضی کردن کلاه خیش و صادر کردن حکم صحیح درباره شخصیت‌های آشنا امیدوارم. شاد و تندرست باشید. ممنون از شما، امیدواریم شما هم سلامت و شاد باشید. و هفته گذشته ایشون درباره حسنالهیکل صحبت کرد که بعضی‌ها میگن که به ما ایرانی‌ها گفته ما مصری ها عرب شدیم به خاطری که فردوسی نداشتیم. ایشون اومد نشون داد که چه آدمی بوده، چه جوری از این بر اون بر به اصطلاح باج میگرفت و سر هر سفره‌ای که میتونسته مینشسته. برنامه ایشون دوشنبه ها ساعت 3 بعد از ظهر پخش میشه. میشون میتونید روی یوتیوب هم برید ویدیوها رو به ترتیب تاریخ نگاه کنید. روز دوشنبه ها اون زمان و تایملاین بهش میگن، اون ارو اون پیکان رو بیارید، معمولا روی 60 دقیقه این شروع میشه. و اما ایشون صحبتایی که امروز کردن، یکیش به جواب ناصر بود. از ما پرسید از کی میشه یاد گرفت؟ آقا ناصر برو از مخالف ها. ایشون میگه از مخالفان میشود دانش آموخت، از همفکران چیزی یاد نمیگیریم. و کاملا هم درست میگه. همفکران وقتی میگن ما خوشحال میشیم، تنها کاری که میکنیم برایشون دست میزنیم. چی یاد گرفتیم؟ هیچ. ولی مخالفه یه چیزی که میگه یاد بگیریم، عصبانی نشیم، بریم دربارش فکر کنیم، تأمل، تحمل، تحقیق، بعد بیایم صحبت کنیم. و اما ایشون میگه که شهامت و جرأت داشته باشن جلو بیاین. قربان، بنده از سال 2001 یا 2002 آقای انصاری رو میشناسم، باهاش آشنا هستم و چندین مصاحبه باش انجام دادم، مصاحبه هایی که تلفن باز بوده، مصاحبه هایی که زنگ میزدن چنین و چنان. ما به هر کدوم از اونا گفتیم بیان، هنوز به قول شما مرد میدان یا انسان شریفی داخلشون پیدا نشده که بیاد بگه آقا این قسمت رو انصاری دروغ میگه. اتفاقا دوستایی دارم که میگه من اصلا از این بدم میاد. از میدونی میگم از چی بدت میاد؟ از موهای کمش بدت میاد؟ از چی بدت میاد؟ نه، نمک خورده، نمک دون. خیلی ممنون که این نمک و نمک دون و فرعون و آدماشو توضیح دادید. و اما یه چیزی شما درباره خانم فرح پهلوی یا فرح دیبا گفتید که خیلی جالبه و ربطش دادید به میهن دوستی. ما این برداشتمون از وطن پرست و میهن دوستی هم غلط. هر کی میخواد بیاد جلو که من بهش ثابت کنم که ما وطن پرست هم نیستیم. اصلا نمیدونیم وطن یعنی چی. فکر کنیم یه خاکی که ما اینجا دنیا اومدیم، خب اگه ما به اون جایی که دنیا اومده باید احترام بذاریم، بعدا اونجا خراب شده، شده آپارتمان، اصلا ما دیگه اونجا نیستیم، بابامون پولدار شده، رفتیم یه جای دیگه، پس اون خونه کوچولوه چی میشه؟ بیاین صحبت کنیم. اینجوری آقای چمنه را دعوت میکنیم. دعوت میکنیم دوستان بیان صحبت کنن. ولی اگر کسی نمیخواد بیاد صحبت کنه، فقط پسنده یا بسنده میکنه به فیسبوک، اونجا شما میتونی براشون بنویسی. اگه دیدی خیلی مینویسن مزاحمتون میشن، خیلی قشنگ اون بالا بنویسی فقط یک نظر، نظرات دیگه پاک میشه، بند کنیم. بند کردن به اصطلاح ممنوعشون میکنیم. مثلا ورود مسلمان ها به آمریکا بند شده، BAN، اینجوری میکنیم. و این ماجرای میهن دوستی امیدوارم به هم میهن دوستی، انسان دوستی تبدیل بشه. من تا امروز فکر میکردم میگن این گوی و این میدان، یعنی گوی اون چیزی که پرت میکردن و این میدان، ولی ایشون گفت این گود و این میدان. احتمالا منظورشون گود زورخانه است و میدان مثلا اسب سواری، نمیدونم، هر کسی میدونه این چه قسمتش درسته به اصطلاح اون رو بیاد بگه. و اما درباره همین آقای احمد علی مسعود انصاری، خیلی از دوستان به من میگن آقا شما که تو آمریکا زندگی میکنی و سیستم دادگاه آمریکا رو میدونی که چقدر خوبه و چنین و چنان، آقای انصاری تو سیستم دادگاه آمریکا محکوم شده. اگر یکی از شما
فکر میکنید که سیستم دادگاه های آمریکا 100% درسته، تشریف بیارید مهمون من باشید تا با هم صحبت کنیم. همون روز افرادی رو میارم. همین دیروز یه نفر 35 سال تو زندان بوده، آزاد شد. بعد دیدید میگن اثر انگشت هر کسی فرق میکنه. تازگی ثابت کردن که نخیر، بعضی وقتا البته شمارش خیلی کمه ولی بازم هست، این وقتی که میگن beyond any reasonable doubt، یعنی بدون هیچ شکی من اینو محکوم میکنم، که من اما از به اصطلاح جوری بودن فرار میکنم و دوست ندارم برم. اینجا ببینید هم اینا برای ما میفرستن که آقا آخر اکتبر بیا، نمیدونم جوری بشه. میگم آقا من آدم منصفی نیستم، اسم این هست هیئت منصفه، من آدم منصفی نیستم. آدم منصف اگه باشه وقتی بین دوستش با یک کسی دعوا میشه انصاف رو رعایت میکنه. ولی چند نفر از من و شما اگر تو ماشین دوستمون باشیم، دوستمون خطا کنه، یه نفر دیگه بگه آقا این چه جوریه، دوستمون میره پایین، اونو میزنه، ما هم کمکش میکنه. در صورت اینم از این اثر انگشت، شکل دندون ها حتما شما هم دیدید توی فیلمایی میگه که ما مثلا این قاتل رو گرفتیم چون اینجا دیدیم شکل دندون هاش، میگن اونم بیخیال. یکی دیگه و مهمترینش دی ان ای. تازگی ها دارن سر صداشو میارن بالا که دی ان ای هم بعضی دی ان ای ها شبیه، نه دوقلوهایی که واقعا خیلی به اصطلاح میدونید دوقلو هم چند رقم داره، یکیش دوقلویه که همه چشون شبیه همه اینها. در صورت دی ان ای و اثر انگشت و شکل دندون ها هم یه مقداری توش بحث و گفتگو اومده. چون روز جمعه من ویدیوهای زیادی گذاشته بودم بهتون نشون بدم و اینها نشد، اجازه بدید همینجا دیگه بسنده کنیم و پسنده کنیم و بسمون باشه، بریم سراغ نوشته ها و ویدیوهایی که من براتون گذاشتم توی فولدر یا پوشه برنامه زنده. یکی از اونها این هست: نمایندگان مجلس ایران از احتمال تغییر نظام حکومتی میگویند. اگه این خبر درست باشه یعنی نشون میده اصلاح طلبا از این جنبشای نمیدونم تنبونی و جلو کامپیوتر قدم به قدم بهتر دارن پیش میرن. میگه که نمایندگان مجلس ایران، اجازه بدید من براتون اینو اینجوری نشون بدم، این تایمرا و اینها رو خاموش کنم، ببرم شما رو توی این صفحه. دلیلی که شما رو میبرم اینجا دو چیزه: اگر اولا به مستند بودن این که من از خودم در نیوردم، بعد به این که اگه من یه چیزی رو اشتباه میخونم، اسمی، محلی، اینها، شما درستش رو ببینید. و اما ببینیم که آقای ترابی چی میگه. جناب ترابی، من به سهم خودم از شما برنامه خیلی مطالب یاد گرفتم و ممنونت هستم. منم از شما ممنونم که بیننده برنامه هستی، بیشتر برنامه ممنون میشم اگر تلویزیون مردم رو هم حمایت کنید. نمایندگان مجلس ایران از احتمال تغییر نظام حکومتی میگویند. بی بی سی نوشت یا گفت دو تن از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران، این خیلی جالبه، نه اصلاح طلبا، دو تن از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران از احتمال تغییر نظام حکومتی این کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی سخن گفتند. ببینید تو این رژیم جمهوری اسلامی اول زیر پای نخست وزیر رو آب ریختن کردنش بیرون، یادتونه رهبر خمینی بود، رئیس جمهور خامنه‌ای بود، نخست وزیر آقای سید میرحسین موسوی بود، یا رهبر خمینی بود، رئیس جمهور بنی صدر بود، نخست وزیر رجایی بود. خب اول نخست وزیرها رو کردن بیرون، حالا رسیده به کی؟ به رئیس جمهور. ببینیم چه خواهد شد. میگه که از ریاست جمهوری به پارلمانی سخن گفتن. یکی از آنها گفته که گروهی از نمایندگان قصد دارند از رهبر ایران تقاضا کنند دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کنند. باز چه قشنگ گفت آقای چیز، چرا این کج نشون میده، آقای چمنارا، که گفت نگاه کنید خود این آخونده میگه اصلا ما کاری به رأی مردم نداریم. اینجا با وجودی که میخوان مجلس پارلمانی و رئیس جمهور هیچ کاره بشه، باز نمیگه از مردم رفراندوم بگیریم و اینا، میگه بریم از رهبر.
عزت الله یوسفیان ملا رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفته مقام معظم رهبری در سال 90 در سفر به کرمانشاه موضوع ایجاد نظام پارلمانی در کشور را مطرح کردند. از آن زمان این موضوع در ذهن صاحب نظران مطرح است. او گفته تغییر نظام حکومتی نیازمند تغییر قانون اساسی است و به همین دلیل گروهی از نمایندگان مجلس در فکر ارسال نامه‌ای برای رهبر ایران هستند تا از او بخواهند دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کند. حالا صبر کنید تا یکی یکی آقای چمنارا، آقای نصر احمدی و دیگران بیان بگن دیدی از همشون مهمترم فخرآور، همچین که ما رفتیم گفتیم قانون اساسی، ببین الان توی ایران حتی توی مجلس اصولگراها و تندروها هم دارن حرف از قانون اساسی و تغییر قانون اساسی میدن. و اما زهرا لاریجانی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا بازداشت شد. خطر معامله سپاه با صادق لاریجانی، این لاریجانی ها میدونید که اصلا مثل موریانه تو همه قسمت های دولت نفوذ کردن و اصلا دیگه راجع بهش صحبت نکنیم بهتره. در اصل اینجا نوشته که دختر اون یکی که بس اصلا نشونتون بدم، حالا که هم صفحه ردیفه و وای میسه، انشالله اینا همونجا باز بشه دوباره. بله اجازه بدید کامرای دو اینجا. زهرا لاریجانی به اتهام جاسوسی برای بریتانیا بازداشت شد. یادتون چند مدت پیشم چند تا مداح رو گفتن جاسوسی اینها، بعد گفتن جاسوسی رو بیارین پایین‌تر بذارید ارتباط. خطر معامله سپاه با صادق لاریجانی میگه تنها 36 روز پس از افشای پرونده فوق سری جاسوسی زهرا لاریجانی دختر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه. من این آقا رو هر وقت میبینم یاد کاریکاتورای میفتم که از ملا نصرالدین، چون سرش اینجوری توی سینه‌شه، یاد اون میفتم. یادتون باشه دوستان ملا نصرالدین خیلی انسان شریفی بوده و اگه حالا حقیقی بوده یا داستان نمیدونم، ولی این فقط من شباهتش رو میگم. پس از انتشار اولین گزارش و افشای محتویات جلسه مورخ 31 مرداد ماه 96، مجمع عالی فرماندهان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که با حضور نماینده حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تشکیل شد، برای نخستین بار از پرونده فوق سری جاسوسی زهرا لاریجانی به نفع سفارت انگلستان برای مردم ایران و سایر مسئولین کشور رونمایی شد. پیش از این گزارش تنها 6 نفر از این پرونده اطلاع داشتند که 2 تن از آنان خسروی و میلانی، 2 مأمور تعقیب و مراقبت تمه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بودند که مدت 5 سال است در بند 241 زندان اوین متعلق به قوه قضاییه تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمانی قرار دارند. اینم از این، اگه خواستید دنبال کنید. زندان اون روز دیگه نشمردم، واقعا میتونم بگم بین 25 نفر تا 30 نفر فقط هی به من گفتن آقا این نوارهای اون آقایی که واسطه بوده و نوارهای این آقایی که یک تنه راه افتاده امیر ارسلان نامدار شده میخواد به ایران بره برای ما بفرست. ولی وقتی ما میگیم حمایت، شماها کجا هستید؟ چرا پیداتون نیست؟ الان 10 مهر ماه هست و 2 روز اکتبر هست، حمایت فراموش نشه. باز برمیگردیم سراغ این رایان. آهان، قرار یه نوشته از رایان بخونم که به انگلیسی نوشته و جالبه یه جاش، یا بذارید وقتی رسیدم میخونم، به ترتیب اجرای نقش یا ایفای نقش میگفتن. اسپانیان میدونید که مثل کردستان که یه جایش میخواد خود مختار بشه یا میخواد جدا بشه، من خبر ندارم، یک جایش میخواد بهش میگن کاتالونیا، میخواد جدا بشه. کاتالونیا حتی زبانشون فرق میکنه و فکر کنم اونا از اسپانیایی ها اسپانیایی تر، چون اونا همون زبان قدیمی صحبت میکنن. در اصل من زیاد راجع به این جغرافیا و اینا خبر ندارم، ولی میدونم که اونجا هم مسئله هست و اونجا هم خودمختاری اینها و رفراندوم و اینها را قبول نداره. میگه این آقا دور دنیا من شما رو گردوندم، مبادا راضی نباشی و شکایت کنی. چندین فیلم این دوستون از خلیج فارس فرستاده راجع به سینه زنی، زنجیر زنی،
قمزنی، گل مالیدن به سر و صورت خودشون که دیگه همه جا دیدیم رو فیسبوک و اینها، و اجازه بدید امروز اونها رو نگاه نکنیم، فقط بریم ویدیوهای دیگه و نوشتهای دیگه. اینجا هم نوشتن ساختمان نشان داده شده یکی از حسینیه هاست. خب بالاخره پول میذارن، خرج میکنن، ازش استفاده میکنن. من و شما هم باید راه چاره پیدا کنیم، مدرسه درست کنیم، دبیرستان درست کنیم. دسته عزای ایرانیان در اینجا، منظورتون از اینجا کجاست؟ خلیج فارس، کدوم کشور؟ حالا بعداً کامل تر بنویسید. لطفاً صبر کن تا آخرش بشنو. یا آقای یبنام، آقای دانشمند آخوند نسبت به اونای دیگه جوانتره، من قدیما از این خیلی خوشم میومد چون حرفایی که میزد حرفای خوبی بود، تا رسید به روزی که گفت این مسلمون های سنی اینها حرامزاده هستن. من فهمیدم که این پدر سوخته سوپاپ آخونداست و دیگه حرفاشو گوش نمیدم. بله میاد حرفای خوبی میزنه، ولی چی میگه؟ همه اون چیزایی رو که مردم، همه اون دردها و شکایتها رو میگه، ذکر مصیبت، ولی نمیگه چه کار کنی. اگه یادتون باشه اون وقتا اون آخونده وقتی اومدن راجع به شاه میگفتن که این کار کرده اون کار کرده، این آقای نخجوان، آقای نمیدونم احرار چی بود، حائری فلانا، بعد میگفتن چه کار کنی، برزید تو خیابونا چنین و چنان و اینها، ولی اینها فقط ذکر مصیبت میکنه. ذکر مصیبت یعنی من و شما رو مشغول کردن با روزه های همون زمان امام حسین و غیره. و اما ما میخواهیم دوستان را حفظ کنیم، ولی مینویسند و مجبورم جواب بدم. این نامه ای که آقای چمنارا برای من نوشته، نوشته این کامنت را درباره دعوت شما نوشتم، چون من گفتم به این دوستان هی تو فیسبوک به هم دعوا نکنید و همدیگر رو متهم نکنید، این تهمت وطن فروشی، خیانت، اینها رو به هم نزنید. آقا این اینجوری فکر میکنه، شما اونجوری فکر میکنی، نظرت بگو، اونی که نگاه میکنه میخونه فرق میکنه. و من خیلی خوشحالم در این مدت 20 سالی که اینجا هستم فکر نکنم به کسی تهمت زده باشم. نظرمو میگم، آقای رضا پهلوی تنبل، آقای رضا پهلوی نادانه، آقای رضا پهلوی بنده اگه یه چلو کبابی داشته باشم اینو استخدام نمیکنم، ولی مثلا تهمت نمیزنم بگم این وطن فروشه یا این وطن پرست نیست. مثلا اینا وطن فروشی و وطن پرستی اینا رو من و شما نمیتونیم، چیزی نداریم که معیار باشه بتونیم اندازه بگیریم. آقای چمنارا این رو برای آقای سیامک رؤوفی نوشته. جناب سیامک رؤوفی، کامنت عارفانه شما قابل درک است، ولی پیشنهاد آقای سربی از مردم تیوی داستان دیگری دارد. سالها پیش آقای فلان در تلویزیون فلان را، بعدم اون قسمت آقا ضیا صدرالاشرافی، من از ایشون خواستم مقاله کوروش رو بفرسته، مقاله کوروش رو فرستادم، نشون میده که عکسی کشیدن که توی یه تشتی سر کوروش رو بریدن، و چون کوروش در اون کشورهایی که رفته و فاتح بوده به عنوان خونخوار معرفی شده بوده، سرش رو میذارن توی تشتی خون پر میکنن، میگن حالا بخور تا سیر بشی. بعد که از چیز میفتن میگن بابا اینم بالاخره یه شاه، یه مملکتیه، احترامی داره، تمیزش میکنن و سر رو به بدن میچسبونن و میفرستن ایرانو، که حالا میگن تو پاسارگاد هست، که اگه این کوروش اون باشه نمیدونم، چون چند تا کوروش داریم، چند تا داریوش داریم، اصلا برای من مهم نیست. دلیل دیگرش اینه که اگه اینا زرتشتی بودن اصلا آرامگاه نباید داشته باشن، یعنی خود اینم یه چیز دیگه میره زیر سوال. این پاسارگاد آرامگاه کیه؟ اگه این آقا یا خانم هر کسی، چون دیدم جدیدن میگن مادر داریوش هم اونورتر، هر کسی یه سنگی پیدا میکنه، یکی میگه این آقای رهبر نشسته روش، یکی میگه این مادر نمیدونم کوروش فلان اینها، حالا گیرم که هست به ما چه. در هر صورت فکر در این مورد که تا چند سال پیش توی یزد مرده های زرتشتی رو میبردن میذاشتن بالای یه جایی که این حیوانای پرنده و اینها بیان بخورنش برن، و اینجوری بوده. چجوری یه دفعه کوروش خودش کرده تو سنگ، بعدم گفته این در باز بذارید که منو ببینن که چیزی با خودم نبردم، این مزخرفاتو بریزید دور. اینی که روی استوانه انقدی هر داستان هزار و یک شبی رو ما میگه آقا نگاه اینها نگاه که آقا اینجا نوشته، مثل اینجا مثلا یه کلمه نوشته کاسکو، اینکم تمیز کنم و من هر چی شما بگی بگم نگاه که آقا اینجا نوشته کاسکو، ولی منظورش روز خوبه.
شما فردا بگی بارانی، بگم نگاه کن اینجا نوشته کاسکو ولی منظورش روز بارانیه. اینا هم با این یه تیکه گل استوانه‌ای خودشون رو گول زدن و من منتظر روزی هم که یه نفر بیاد بگه آقا اصلا این گل و این استوانه و اینا رو ما درست کردیم و شما رو گذاشتیم سر کار، چه خوب هم سر کار گذاشتیم. پس نتیجه آقای چمنارا، شما به صورت عمومی مثل من که میگم، مثل من که میگم اینجا نوشتم الان شیش رو نگاه کنید، شیشه. ببینید شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید یه نوشته ای بذارید بگید که مردم، یا بگید تو برنامه هاتون همه اول برنامه بگید که مردمی که یا بیننده هایی که برنامه هاتون رو میبینن میتونن مهمون شما باشن. مهمون شما بودن لازمش اینه شما ایمیل خودتو داشته باشی، وبسایت خودتو که داری، تلفن خودتو داشته باشی. ولی اینجوری که شما میگی که این مونه که مثلا من مهمون دعوت کنم بگم دوستان عزیز هر کی میخواد مهمون من باشه آدرس خونه آقای چمنارا رو میدم، به این شماره هم زنگ بزن، این کاری که من دیروز کردم غلط بود. بعد که از اونجا اومدم بیرون گفتم داد بیداد، اگه حسن علی زنگ زد گفت من میخوام مهمونت باشم، حالا من چه کار کنم؟ باز زنگ بزنم به آقای چمنارا بگم آقا یه مهمون میخواد بیاد؟ من که دعوتش نکردم، شما که دعوتش کردی چه خاکی بر سرش کنی یا بر سرم کنه. در اصل کار غلطی بود، فوری فهمیدم. امروز براتون گفتم شما خودتون مهمون دعوت کنید، مثل آقای ضیا صدر اشرافی من نمیبینم کسی رو دعوت کنه، اون آقای آقاسی، حمید میرزا آقاسی، اون دعوت میکنه مثل اون. به به، ببینیم این نوشته چی نوشته. یه کسی بود جیسون رضا جورجانی که من ازش دعوت کردم چون نوشته هایی که نوشته بود خیلی تندرو و بیمایه بود. میدونید وقتی یک کسی بیمایه است اینا که یه حرف علکی میزنن، مثلا مجاهدین گفتن ما 8 ساعته از عراق میخوایم بریم تهران، یعنی یکیشون نگو آقا این چه مزخرفی میگه، تو اگه سوار ماشین سواری هم بشی چون شبه از عراق و نمیدونم اشرف و کربلا بودن کجا بودن اینا تا تهران 8 ساعت نیست که به این جاده های خوب طرفای کردستان نمیدونم کجا هرج. این آقا در رفت نیومد مصاحبه و من حالا دیدم یک خبری رو براتون میخونم. ببینید دوستان، تو جامعه ما نوشته دانشگاهی در آمریکا مدرس ایرانی تبار خود را به جرم فاشیست بودن از کار معلق کرد. حالا اینو داشته باشید، براتون اینجا این نوشته رو میارم و با هم میخونیم. کامرای دو نوشته که انستیتو تکنولوژی نیوجرسی یک مدرس علوم اجتماعی را از کار معلق کرد. جیسون رضا جورجانی، آمریکایی دارای تبار ایرانی. بابا ببینید، آمریکایی ایرانی تبار، آمریکایی دارای تبار ایرانی، متهم به نژاد پرستی و طرفداری از هیتلر است. او هم با محافل نئونازی آمریکا روابط تنگاتنگی دارد و هم در میان فاشیست های ایرانی یک رهبر فکری محسوب می شود. بنا به گزارش منتشر شده در نشریه را استوری، یعنی مقاله هایی که خامه، تازه است یا جدیده، نمیدونم چرا اسم را استوری میذارن، و newjersey.com، مشاهدات منتشر شده از پاتریک هارمنسون، یک دانشجوی آنتی فاشیست سوئدی، دست جیسون رضا جورجانی را رو کرده است. این همون ماجرایی که میگم آقای صدر، مسعود صدر، یه بچه‌ای با این شرایط، آقای امید دانا اومده دفعه اول گول آقای بهرام مشیری زده، حالا گول شما زده، بعد شما تازه ادعا میکنید جزء روشن فکران و کسایی هستی که در مدیای ایرانی دستی دارید. ببینید این آقا هم یه نفر نشسته، این ویدیوی پایین دوربین مخفی گذاشتن، ازش میپرسه که باید چه کار کنیم، میگه باید مثل هیتلر بگیریم و بزنیم و بکشیم و ببندیم. همونو بردن دادن به دانشگاه، اینجا هم مجبور اخراجش کنه، فعلا فکر کنم معلقش کردن تا ببینیم بعد چی میشه. و اما این پیام رو هم آقای سلام عرض کردم، آقای صحابی بهرامی هستم قربان. بله آقای خسرو بهرامی، ممنون و متشکرم. گفتم اگر لینکی دارید که میخواییم ویدیوهاشو بفرستید ارسال کنید،
با همین تلفنی که این کار انجام میدید میشه؟ آقای بهرامی گفته یه مشکلی پیش اومده، الان یه مدتی که کامپیوتراشون خراب شده. خیلی خوشحالم که شما کامپیوترت خراب شده ولی مردم تیوی اومده تو تلفن و اینا، میتونید استفاده کنید و حمایت هم یادتون نره. ضمناً شما گفتید پیامایی که دوستان میذارن خیلی سلام و تعارف و اینها، شما کاملا درست میگی. یه دوست هم شهری من هست میگه ببخشید مزاحم شدم، میگم آقا من چرا ببخشم؟ اگه میدونی مزاحمی دفعه دیگه مزاحم نشو. و راست میگی، چیزی رو که در 3 دقیقه میتونیم بگیم به خاطر تعارفات سلام و علیک و احوال پرسی و مزاحم شدم و ببخشید، باید نمیتونیم تو 3 دقیقه بگیم، دوباره 3 دقیقه دیگه، یعنی همش اتلاف وقت، اتلاف زندگی دیگران. من از شما ممنونم و در باره این که پیام ها کوتاه، مفید، مختصر باشه، شما گفتید که بالاخره هر پیامی یه چیزی داخلش هست که مفید باشه، بستگی داره که گیرنده بتونه ازش استفاده کنه. اینم نظر شماست، کاملا درست میگی. جناب صوبی اگر بخواهن فاشیست ها و نجات پرست ها رو زیر پرس کنن، خیلی از هموطن ها مرتب من را تهدید و بد و بیرا میگن. عزیز من اخراجشون کن، بلاکشون کن، باهاشون صحبت نکن و الی آخر. یک آقای مهدی خان بابا تهرانی یه ویدیویی رو دیروز یک کاریکاتوری رو فرستاده، بذارید من اینجا بهتون نشون بدم. و حقیقتش من نفهمیدم این عکس، این کاریکاتور چه رابطه‌ای داره به اصطلاح با این. نوشته که 40% خانواده‌های ایرانی زیر خط فقر. بعد اونجا نشون میده یه خانمی حامله است، روسریش وصله داره، شلوارش وصله داره، این دستگاه نمیدونم این بینا اندوسکوپی میگن، سون چی بهش میگن، سوناسیس نمیدونم هرچی، داره نشون میده که این خانم حامله است، اونم جنین بچه‌ش و اینها. خب اون چیکار این داره؟ بعد میگم آقای مهدی خان بابا تهرانی، شما که یکی از عاملان اصلی انقلاب ایرانی بودید چه باید کرد؟ یعنی شما فکر میکنید من تا امروز نمیدونستم که خانواده های ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنن؟ منی که تو آمریکا دارم میبینم خانواده های آمریکایی هستن که زیر خط فقرن؟ پس میدونستی؟ اگه من میدونستم، شما که باهوش تر از منی زودتر میدونستی. اگه شما میدونستی چه باید کرد؟ چرا نگفتی؟ چرا شما هم مثل آخوندا داری میگی؟ آقای علی ترابی میگه من فقط میخوام اسلام و مسلمانان را به چالش بکشم. خب خودت داری میگی چرا بهت حمله میکنن. آقا مسلمونی که میگه من اگه رفتم علی ترابی رو زدم، سرش رو شکستم، با بیسبال فلج شد، من میرم تو بهشت، تو میخوای با این دعوا کنی؟ تقصیر از توه. من اگه اومد بهش میگم آقا شما درست میگی، اگه میخوای مسلمون بهتری باشی برو روز 34 تا رکعت بخون. شما میخوای اسلام رو به چالش بکشی؟ اون وقت خودت از اسلام در رفتی افتادی دست مسیحی ها. آقا این اسلام نصف کتاب مسیحیت، نصفش هم مال توراته. قرار شد بیای صحبت کنیم، نکن این کار، اونا رو به چالش نکش. آدم کسی رو به چالش میبینی، من به شما رو به چالش میکشم به این خاطر که امیدوارم منطقی باشی و نیای مثل آقای مجتبی حسینی سالها پیش آقای لطیفی گفت بیاد با این نقاشیان راجع به باهایت صحبت کن. باهایی رفته بود خونده بود، محفلشون یادش داده بودن. آقای مجتبی حسینی باباش آخوند بود، تو این ده ها میرفت، از اینایی که کتاب باز میکردن. بعد اومد گفت همون تو هنرستان خودمون، این علی ترابی با من هم مدرسه ای بود، اومد گفت وقتی که ببخشید وقتی که کم آورد به این پسره که خیلی آقای نقاشیان مؤدب واسه و صحبت میکرد، گفت آقا اگه راست میگی فرشب بیا شب جمعه دم مسجد نو بگم فلانت کنه. بعد آقای لطیفی هم گفت برو مرد که پدر سگ برو بشی. شما میخوای بری با اینا چالش کنی؟ خب معلومه که فوشت میدن تو چی؟ فوشت میدن، تهدیدت میکنن. اولا شما اگه کسی تهدیدت میکنه فوری بلاکش. اگه کسی تلفنی نوشتاری تهدید میکنه به پلیس منطقه خبر بده. ولی حالا از خودت میپرسم، اگه شما رفتی پلیس گفتی
گفتی آقا من 2 ماه اومدم آمریکا، اینا منو تهدید میکنن. بهت میگن چرا تهدید میکنن؟ تو رئیس کارخونه هستی، مزدشون رو ندادی؟ میگی نه. میگن چرا تهدید میکنن؟ میگی آقا من از ایران و اسلام فرار کردم رفتم ترکیه، از ترکیه و اردوغان و اردوغان همه فرار کردم اومدم آمریکا، حالا از آمریکا خودم کرم دارم میرم به اینا سیخونک میزنم. پلیس هم میگه بله دوست عزیز، حتما من پرونده شما رو اینجا نگه میدارم و مطمئن میشم که اینا به شما کاری نمیکنن. بعد که رفتی بیرون اینجوری پرتش میکنم. اونم نکن عزیز من، نکن، بشین یه کتاب بخون، روز تا روز یه مقاله انگلیسی بخون، مقاله ساده، و ساعتهای دیگه هم برو اونجا یه چیزی یاد بگیر. یعنی شما الان فکر میکنی همه چیز رو راجع به همه ادیان میدونی که تازه میخوای دینای دیگر هم چاله، میدونی کی میره یه کسی رو چالش میکنه؟ اونی که همه چیز رو میدونه. و میدونی کی همه چیز رو میدونه؟ هنوز پیدا نشده. آقا ابو علی سینا یا یکی دیگه گفته تا به زانجا رسید دانش من که بدانم همین نادانم. من فکر کنم تقصیر شماست. امیدوارم قبل از اینکه اتفاق بدی برات بیفته عاقل بشی. امیدوارم همسرت، بچه‌هات برنامه منو ببینن و بهت نصیحت کنن، بگن ببین دیگه سوربی هم بهت گفت. و اما هلو مستر سوربی، هلو هلو، کجا بودی؟ بیا جلو. خب بذار من ببینم این دوستمون رو بیارم جلو، ولی ایمیل و ایناشو نمیخوام به شما، اصلا میخونم براتون همینجوری. خب ببینیم آقای مجید خوشنودی همشهری چی میگه. میگه منظور کاریکاتور آقای خان با تهران اینه که آدم فقیه بدون فکر به آینده و اداره خانواده و درآمد کافی و قدرت سیر کردن خودشون بیشتر بچه دار میشوند. اگر وقت کنید خانواده های فقیر جمعیت و فرزندان زیادتر. اینجا همینه، اینجا کاتولیکا میگه تو اگر یه جنیری رو کشتی، خدا رو کشتی، مسیح رو کشتی، بیا ببین چند تا بچه پس میندازن. اگه بهت بگم یه خانواده از 19 تا بچه داره، حتما میگه این سوربی دیوونه است. تلویزیون هم نشونشون میده، براشون هم ماشین میخرن، یه کسی هم میاد براشون خونه میسازه. بعدم آخرش هم فکر کنم یکی از این بچه‌ها یه جرمی، جنایتی چیزی کرد. اینجا هم همینه. همین ماجرای کنترل نکردن بچه داری تو تمام دینا هست. دلیلش هم چیه؟ میگه هر کسی متولد شد یه نفر به او دین اضافه میشه، یه نفر به او دین اضافه میشه. چیزها رو من و شما آدمای ساده هستیم، همه چیزهای دنیا رو به هر پیچیدگی که هست میخوایم همینجوری ساده حل کنیم. اون که معلومه یکی از دلایل فقر فرزند زیاده. دیدید ماشاءالله شاه گفت فرزند کمتر آرامش بیشتر، و خودش 5 تا بچه داشت که ما میدونیم، چند تا بچه داشت که نمیدونیم اون بمانه. آخه کسی که به مردم میگه فرزند کمتر آرامش آسایش بیشتر، تابلو میزنه تو خیابون یه زن و مرد یه پسر و دختر دستشونه، و خودش هر سوراخی رسید یه بچه میندازه بیرون، کارمون خراب. Hello Mr. Sorby and thanks I watched it. Okay. میگه که ممنونم اون ویدیو رو که فرستادی من نگاه کردم. ویدیو مال دکتر هولاکویی بود درباره زبان یاد گرفتن و اینایی که تو سنای بالاتر میان اینجا و احتمالاً بعد انتظاری که از خودشون دارن. براتون یه چیز ساده بگم، من مثلا 27 سال پیش 3 سال بود اومدم اینجا، یه روزی با یه کسی صحبت میکردم، فکر کنم ویتنامی بود، حالا تو پستخونه کار میکرد اینا، نمیدونم. خلاصه بعد که مثلا اومدیم و به خانم گفتم وا این میگه من 20 سال اینجا هستم اینجوری انگلیسی صحبت میکنه، خدا کنه ما اینجوری نشیم. باور کنید امروز من از اون بدترم. چرا؟ یه دلیلش همین تلویزیونه. 20 سال من همش دارم با شما فارسی حرف میزنم، 20 سال شما هم دارید فارسی فوش میدین نظر میدین، 20 سال دوباره من با فوش بدم و فارسی نظر بدم. اگر هر روز یه مقاله خونده بودم، حساب کنید 20 سال آقای علی ترابی 20 تا 360 تا 7200 تا میشه، حالا 65 تا هم نمیگیم 5 روزش آف، 7200 تا یه کلمه اگه تو هر مقاله من یاد گرفته بودم، فرهنگ لغات انگلیسی من امروز 7600 تا قوی تر بود.
من هنوز این کلمه انتیهویزم چیه نمیتونم بگم. یه فیلم خیلی قشنگیه، Curb Your مال لری دیوید، بذار ببینم میتونم براتون پیداش کنم که نمیتونم آقا این کلمه رو من نمیتونم بگم، برای که هیچ وقت استفاده نکردم. Curb Your اسپلش میتونم ENTHUSISM. این فیلم رو نگاه کنید. ضمناً خیلی ها به من میگن تو مثل این لری ایناشای شیرازی گفتم ها. ناناشناش ایناشا این آقاست. حالا هم که دیگه موها رو ریختیم دیگه بهتر، دیگه بهتر. خدا لعنت کنه این کامپیوتر ما رو. دوستان کامپیوتر ما هم کهنه شده، حمایت کنید. اگرم هست یکی داره کامپیوتر جدیدی برام بفرسته ممنونش میشه. بازم ممنون از سعید، چند سال پیش یه اپلی برای ما فرستاد، ما عوضش کردیم چیز گرفت. خب ببینید Curb Your Enthusiasm نمیدونم. این فیلم رو دوستان نگاه کنید. این فیلم از اول تا آخرش نیم ساعته، یعنی سریال دنبالدار شهرزاد نیست که حالا قباد مرد دوباره قباد زنده شد از توی قطعه دیگه اومد، این مرد برادرش شبیه خودش از نمیدونم کرمان اومد، این کرمک بازی ها نیست. 30 تا 20 موضوع مختلف رو توی یه برنامه شروع میکنه. مثل اصلا این کسیه که ساینفیلد رو درست کرد، آقای لری دیوید. این ماجرای انگلیسی من و شماست. حالا اگه شما فکر میکنی انگلیسیت خوبه، آقای رایان هفته یه ویدیو درست کن بفرست که ما یاد بگیریم. بازی یه بار دیگه میگم، شما مثلا گفتی طرف میگه مثلا زنش مثل خوکه، معنیش اینه که میدونم اینا اسلنگ و استریت به اصطلاح تاکینگ هست میدونم، ولی به چه درد من میخوره و چه مشکلی رو از شما حل میکنه. شما اومدی میگی is this نمیدونم more important than that، این یکی میگم who whom، حالا اگه مفعول میشه whom، اگه نمیدونم فاعل میشه who، ببانه. خب ضمناً دوست عزیز، کاریکاتور خوب اینه که من احتیاج نداشته باشم شما برای من تفسیرش کنی. کاریکاتور خوب باید خودش بیانگر باشه. شاید این خانم فقیره این بچه اولیش باشه، شاید بچه دومیش باشه. اگر منظورشون اون بود باید 5 تا بچه هم میکشید که اومدن ببینن حالا مامانشون حامله است و نشون بده. بعدم خب این مشکل هست آقای خان بابا، میخوای چیکار کنی؟ براتون یه جوک زشت بگم، خدا بیامرزه، اینو یه دوست عزیزی گفت که دیگه نیست اینجا. گفت سپاه بهداشت رفت توی دهی، میدونی که اختیار میرفتن خودشون به کت خدا معرفی میکردن و بعدم یه مدرسه یه اتاق یه چیزی بهشون میدادن سپاه بهداشت. خلاصه کار سپاه بهداشت این بود که حالا خود شاه که تو تهران نمیتونه جلو فلانشو بگیره بچه دار میشه، قرص ضد حاملگی فرستاده برای سپاه بهداشت که سپاه بهداشت به مردم یاد بده قرصای ضد حاملگی بخورین که بچه دار نشین. سپاه بهداشت برنامه میذاره، یه چند نفر تشویق میشن، قرص بهشون میده این قرصا رو اینجوری باید بخورین، نمیدونم بچرخونین 25 و 20 فلان اینجوری اینا میریزن. خب سرویس های ایران هم که میدونید، مثلا داداش من توی یه دهی زندگی میکرد بهمن، نزدیک بهمنشی بود، بچه هاشون تنبیه میکردن میذاشتن توی ده چیز میگفتن کوسه داره، میذاشت اونجا که حالا یه کوسه بیاد بهش بزنه، اگه بچه میمد بیرون میگفت شمس آوردی دیگه بمانه. یه ساعت نیم، 2 ساعت، 3 ساعت باید با دوچرخه و اینها میومد تا برسه با آبادان بره اونجا کشتی بگیره. دوستان این زمان شاه، این جاده های زمان شاه. اوکی. این سپاه بهداشت، من سپاه دانش بودم، این سپاه بهداشت چون خیلی جاده ها خوب بوده و همه چیزا سر وقت میمده، یه زمانی میرسه که توی این کشوها قرص ضد حاملگی نبوده. دهاتی ها میان میگن که آقا جان، آقا سپاهی ما چه کار کنیم؟ حالا به زنها گفتیم اینجوری، حالا دیگه قرصشون تموم شده، بهشون بگیم میگن نه خیلی قرص نداریم، پس برو خاک تو سرت کن فلان اینها. گفته که خب یه روش دیگه هم هست، شما وقتی
کارت خواستم اون بشه میای بیرون. یکی از دهاتی ها میگه آقا قربونت برم، درست ما دهاتی هستیم، ولی اون موقعی که من کارم به اونجا میرسه دلم میخواد خودم برم توش و تو میگی بی بیرون. این مملکت ماست، این فرهنگ ماست، این صحبت ماست. حالا آقای خان بابا تهرانی برای من کاریکاتور سال 2017 میفرسه که یه زنی مریض چیز شده، اون زن فقیر اصلا میره دکتر که دکتر معاینش کنه. من فکر کنم برداشت شما هم اشتباه از این کاریکاتور بمانه. برگردیم سراغ رایان که بهش قول دادیم امروز روی میز تشریع درازش میکنه. نوشته It's not only to learn a language، میگه فقط این نیست که شما زبان یاد بگیرید، تو پرانتز یا کلمات رو یاد بگیرید. For me it's more about the literary understanding of a language. برای من اینه که طرف زبان رو یاد بگیره، بفهمه، ببخشید درستم بگیره. یاد گرفتنش نیست. شما کلمه هم بار کنی مثل این مونه که مثلا یه مش کتاب بار یه خر بکنن، خب اینکه نمیتونه استفادهش کنه. You might translate the word in your English، میگه که شما ممکنه کلمات رو تو انگلیسی ترجمه کنی. هی بخواید خب این که من بارها گفتم، خیلی خوشحالم بس که شما برنامه من نگاه میکنی. میگن تو زبان انگلیسی شما نمیتونی کلمه ها رو تیکی تیکی بذاری جای هم. مثلا جوک راجبش گفتم، طرف مثلا رفته آرایشگاه فرق منو باز کن، مثلا گفته please open my difference. خب اینا که جوکه، چه کار کنی؟ شما بیا مکالمات روزمره رو نشون بده. How can I get there? How can I buy this? How much is this? How much is that? و الا شما داری یه چیزی رو به من یاد میدی که من بلدم، چگونه اجراش کنم؟ کسی که 30 سالش بوده اومده اینجا روز سوم رفته سر کار، چگونه با شمایی که با مال بابات فرستادتت؟ حالا دیگه قبلا ما یه سری به ایمون توهین کردیم، گفتیم که چون نمیدونم تخم فرانسه هستی، تخم فلان هستی، میک شور کردن که پاسپورتت، مطمئن شدن که پاسپورتم آمریکایی یا فلان باشه، ولی شما به یه دلیل اومدی یه جایی قرار گرفتی، دوست دختر فرانسوی، دوست دختر آمریکایی، من چیکار کنم؟ با وقتی اومدم اینجا مثل خیلی از ایرانی‌ها دیگه خانمم طلاق میدادم، میرفتم یه دوست دختر آمریکایی پیدا میکردم که زبانم خوب بشه، همونجور که آقای دکتر هولاکویی میگه. نه عزیز من، تو مشکل من و افرادی مثل منو نمیفهمی، پتیک درد منو میدونه. ولی پتیک دخترش براش یه نامه ای نوشته، این نامه رو من خواستم برای CNN هیرو بفرستم ولی مال سال 2017 رو بستن. نوشته که به پای بابام که درد میکنه روغن میمالم، دستش اینجوریه، ولی بابای من پول بیمه نداره، یعنی پول بیمه رو جریمه میده ولی بیمه نمیخره که بتونه از ما نگهداری اینا کنه. به پتیک گفتم برو پیشونی این دخترتو، دست این دخترتو از طرف عموش ببوس. شما نمیفهمی ماجرای منه. بعد شما اومدی حالا نمیدونم مثلا اینجا نوشتی For example you have may heard a man calling his wife my pig. آقا کجا تو آمریکا یک کسی خانمشو میگه my pig؟ الا ردنکا، گردن سرخا، وقتی آبجو میخورن اونم پشت سر خانمشون. اینجا جوک داریم، میگه طرف رفته بود کافه نشسته بود، گفت آقا غلط میکنه میزنم فلان اینا، بعد یه دفعه تلفن زنگ زد بعد گفت بله هانی میام، اوکی چشم، آشغالا رو میذارم دو. من نمیدونم شما زن داری، بچه داری، مجردی، چه جوری هستی؟ این چیزایی که شما میگی اینا برای من تازگی نداره. بیا یه چیز جدیدی بگو، یه چیز تازه‌ای بگو تو منم به اصطلاح مشتاق بشم گوش بده. I had the chance to learn English almost perfectly. ببینید کسی که اون روز نوشته بود disactivated، این فکر میکنه almost perfect، یعنی اولا وقتی می‌نویسی almost perfectly درست نیست، perfect و almost با هم دیگه، یعنی تقریبا کامل. مگه میشه تقریبا کامل باشه؟ بعد میگه که و and my French is sometimes better than normal French people. میگه و فرانسویم بعضی وقتا بهتر از مردم فرانسه است. حتما اون موقعی که طرف مست یا معتاد سرش لای پاشه اون موقع نمیتونه حرف بزنه، هی اون میگه وی وی، اون وقت شما بلبل میشی فرانسوی صحبت کن. خب I'm learning video editing، میگه من دارم ویدیو ادیتینگ یاد میگیرم و اینها. Now and more I learn myself، نمیدونم
مدیاکر فلان، ایتس ا شیم داد فلان. اوکی این من اصلا نمیفهمم راجب ویدیو برای من و دوستان دیگه هیچ مربوط نیست. ویدیو ادیتینگ چیزیه که من بدم میاد، چون وقتی پرفکشنیست باشی هر ویدیویی که درست میکنی هی برمیگردی میگی این هنوز کامل نیست، اون موقع وقت زیاد میذاری، مردم قدر وقت تو نمیدونن. من ویدیو ادیتینگ رو انجام نمیدم مگر اینکه طرف من رو استخدام کنه توی آفیس خودش یا بیاد بشینه اینجا رو ساعت، اون وقت هر کاری گفت میکنم، این صدا رو ببر بالا، اینو بیار پایین، چون بارها شده فیلم گرفتی بعد میگه این عمه منو کاش که ورش داری. میگم چرا؟ میگه پدر سوخته کادوها رو که باز کردیم قد خالم پول نداده بود بهم. Please don't make fool of the guy walking. میگه که اون مرد آقایی رو که از سوئد راه افتاده داره میره مسخرش نکن. من مسخرش نکردم، من دارم نظرم رو درباره این حرکت بر اساس حرکت‌های قبلی میگم. شما میخوای منو بلاک کنی من نظرمو نگم؟ کامان. بعد چرا اینجوری فکر نمی‌کنی که شمایی که این آقا رو نمیشناختی تا دیروز، یا اگه میشناختی هنوز نمیدونستی کمکش کنی یا نکنی، حالا که سوربی اینجوری گفته یا به قول شما مسخرش کرده، من میرم پولی رو که میخواستم بفرستم برای تلویزیون مردم میفرستم برای اون آقا. شما اگه تونستی یه گوینده پیدا کنی که تو تلویزیونش گفته باشه، تلویزیونایی رو که نگاه میکنید پول بدید، نگفته باشه فقط من مردم تیوی، اگه تونستی یه مجری پیدا کنی که بگه آقای رایان شما پولی رو که میخواستی بفرستی اینجا، حالا بفرست برای اون آقا. ولی اگه ازت پرسیدم رایان این برنامه چیه، شما چه جوابی داری که به من بدی؟ چه جوابی؟ برنامه این آقا چیه؟ پاییزه، ترکیه، سرده، شمال ایران، بعدش هم زمستونه. اگه این ماشین زد بهش کنار جاده مرد سیاه شد، یکی از شماها پا میشه بره تو اون مسیر با ماشین نه پیاده پیداش کنه؟ فکر نمی کنه. خب That's his way of doing something. خب میگه این جوریه که اون این کار رو انجام میده، منم اون کار رو اینجوری که انجام میده دارم به اصطلاح زیر سوال میبرم. چرا شما فکر میکنید نباید زیر سوال ببرید؟ پیام بذار، توضیح بده. مثلا من اگر دیدم یه نفر تو جاده داره رانندگی میکنه میاد این ور، نباید بوق بزنم؟ This is his way. آقا رایان جای بدی اومدی. خب You have a media and you want to contribute to Iranian wellness. بله، کانتریبیوت یا به اصطلاح خدمت کردن به ایرانی ها و بهبود حالشون، این نیست که هر غلطی میکنن من بگم به به، وقتی میاد اینجا براش دست بزنم بگم عجب راننده ماهری ها، قرار بود من و خانواده من به خطر بندازه ولی عجب ماهر بود. نه، باید شمارش زنگ بزنم به پلیس بگم آقا یه مردی که هست با وجودی که ایرانی هم هست، ولی این هر وقت ماشین جلویش یکم یواش میره میاد این ور جاده، این یه نفر بگیر بهش بگی ببین این گوشتو میگیریم میکشیم. اینجوری جامعه بهبود پیدا میکنه، ولی هر ایرانی چون ایرانیه هر کاری کرد ما بگیم دوتا کش بندازیم اینجا. ما Change this nasty pretentious Iranian mentality. آقا شما نمیخواد من عوض کن، شما خودت عوض شو. بعد من میبینم آقا این رایان عجب گلیه، عجب آدمیه. ببین چجوری اومد یه ویدیو درست کرد دوستاش ولش کردن، تازه ویدیویی که ویدیوی من بوده شما تیک تیکش کردی چسبوندیش به هم، دوستات ولت کردن. و شما این ایرانی ها رو میخوای، این کلمه رو من نمیدونم چی pretentious okay. which adore all western. و ما همه western ها رو adore نمی کنیم. میگه هر کاری غربی ها میکنن میگن درست، این چه مزخرفی تو گفتی؟ از صبح که من میام از رئیسشون میگم شالاتانه، تا این ردنکی که الان گفتم من که تا اینجا ایمیل نخونده بودم، این چه حرفی میزنی؟ کجا هر کاری اینا کردن ما گفتیم خوبه؟ گفتیم آقا خانم تو که ایران ول کردی، کشورت ول کردی، هموطن تو ول کردی، سبز فروش و سر کوچه ول کردی، پالوده و بستنی ول کردی، اومدی اینجا اقلا اگر برای چیز خوبی اومدی میبینی اون خوبی رو بگیر، خوبی های خودت هم قاطیش کن، بدی هاشو بریز دور. کجا ما ادور کردیم؟ The more you give credit to your... نه 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 نه
نه نه نه میگه هرچی شما بیشتر به هموطنات کردیت بدی وقت میشم تلویزیون های لس آنجلس. من نمیخوام آقا، شما بیا یه برنامه بذار، اگر یه کسی هم بهت زنگ زد گوشی رو گرفت در کونش گوزید، شما بگو آقا عجب صدای خوبی داری، بیا لس آنجلس خواننده باشو. من اونجوری نیستم. اگه یه کسی یه همچین کاری کرد بهش میگم این دفعه اشتباه کردی، دفعه دیگه فلان فلانه، قربانت، خیلی ممنون. در صورت مورد بنفیشری میگه این به صلاح خودتونه، اینجوری نوشتن بده. شما کی هستی که صلاح من رو تشخیص بدی؟ یا آدم ناشناسی که از راه رسیده حالا هنوز نیومده میخواد دستور بده من چه کار کنم، بعد بیننده های من چه کار کنن؟ نکن عزیز من، رایان گرامی، شما بیا یه برنامه اجرا کن 4 دقیقه 5 دقیقه، بعد سعیدی که برای من هر روز میفرسته با من هم درده میگه آقا این سربی عجب مزخرفاتی میگفتا، این رایان چقدر درست میگه، این میاد دنبال شما. ضمناً یادت باش اون وقتی گفتم پولی رو که میخواستی بفرستی برای مردم تیوی بفرست برای این دوستمون، حالا میگم پول اون ماه رو بفرست، پول این ماه رو بفرست برای مردم تیوی. دوستان عزیز اجازه بدید که ما بریم. من دی اکتیو میدونم عزیز من، اکتیو یعنی فعال، دی اکتیو یعنی غیر فعال، ولی این آقایی که استاد انگلیسی فرانسوی یارم به فرانسوی قبول نداره، من که نشون دادم تو نوشتهش نوشته بود دیس اکتیو، یه هم چیز نوشته بود، گفتم آقا این غلط. بله دوستان عزیز، برنامه تلویزیون ها خیلی ساده است. آیت الله های ما دیشب راه روی کردن، ما تو ایرانی میگیم راه پیمایی، زنان غربی در حسینی های اینجا. این را هم اجازه بدید بعدن نشون بدیم، چون الان 4 و 5 دقیقه و ما میخواستیم امروز 90 دقیقه بریم، الان 125 دقیقه با شما بودیم، دیگه بستتونه، بیش از این ممکنه مغزتون منفجر بشه و چهارشنبه با شما خواهیم بود. بازم از شما بیننده ها خواهش میکنم اگه میخواین نظری بدین اول برنامه رو نگاه کنید، بنویسید چی میخواین بگی، با تلفن، با ایمیل، با فیسبوک، با تکست. ای لعنتی دیگه چی بگم رایان، حالا روی یوتیوب شما برو یکی یکی تلویزیون های ایرانی و تلویزیون های وایس آف امریکا و اینا همه را اینا اومدن اینا دیسیبل کردن، برای که اون یکی به اون فوش میده، اون یکی به اون فوش میده، اون یکی فلگ میذاره برای نمیدونم یوتیوب و الی آخر. شما یاد میگیری، فعلا باز بذار، بعدا باهات صحبت میکنی. دوستان عزیز، از اینکه با ما بودید، با تلویزیون مردم بودید، ممنون و متشکرم. دیگران رو هم دعوت کنید هم تلویزیون مردم رو ببینن، تماشا کنن، هم برنامه‌های سربی با مردم رو حمایت کنید. و به علی آقام یه بار دیگه نصیحت میکنم، نه فقط به مسلمونا، به هیچ کسی گیر نده. آقا از این باهایا پیشرفته تر نداریم، شما مال 2000 سال پیش هستی، اینا مال 150 160، حالا 200 سال پیش. آقا یکم که بهشون چالششون میکنی میخوان بیان، اصلا حالا نمیگیم خونتم آتیش بزنن، ولی اگه دستشون برسه میکنن. دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش. از همشهری عزیز اون مجید آقا ممنونیم. مجید جان شما هم قانون فیسبوک رو رعایت کن، یه عکس زیبا از خودت بذار، باور کن اگر کسی بخواد بیاد تو رو بگیره میدونه تو کی هستی، کجا هستی، امرو برای سربی چی نوشتی، دیرو برای علی طاهری چی، ترابی چی نوشتی و الی آخر. حالا اگرم قیافت خیلی بده، اینقدر زشته که خودت نمیتونی تحمل خودت رو داشته باشی، عکس تو بذار، شاید ما آدم های بهتر از تو باشیم و ما تحملت کنیم. اینم شوخی بود. روز روزگارتون خوش، به امید دیدار 4 شنبه 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک. مرسی.